بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. الوعد وفا، قول داده بودم به شما در دو برنامه گذشته که امروز با آقای امیر هوشنگ آریانپور هستیم. برای من خیلی جالبه، برعکس دیگران که خیلی دوست دارن مقامشون، لقبشون گفته بشه، آقای آریانپور همیشه از این گفتن تیمسار، دریادار، اینها به اصطلاح دوری میکنن و میخوان مثل من و شما باشن. از این بابت از شما ممنونم، خیلی ممنون که دعوتتون رو قبول کردید. مدت ها بود که سوالات مختلفی پیش میومد، بعد بیشتر این سوالا من آخرش میپرسم که خب اینا رو ما میدونیم ولی چه باید کرد. امروز آقای آریانپور مقداری درباره باورهای ما صحبت میکنن و چه باید کرد، و یکی دو روز پیش یه ایمیلی رو ایشون نوشتن که یه مقداری به اصطلاح هم دوستان گله‌مند شدن هم دشمنان، که ایشون گفت که خب دشمنان که کارشون معلومه ولی دوستان واقعا باید یه مقداری بیشتر فکر کنید ببینید یه نفر که یه چیزی رو میگه منظورش چیه. من بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم، بهتون خوش آمد میگم، این شما و این هم بینندگان عزیز. دو سه نفر از دوستان سوالاتی داشتن که من وقتی شما صحبتتون تموم شد میپرسم. ضمن شما هم که این برنامه رو میبینید، چه امروز که دوشنبه هست، ساعت 2:03 بعد از ظهر هست توی واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، چه روزهای دیگه که این برنامه رو به صورت بازپخش میبینید، میتونید از طرق مختلف، از طریق فیسبوک، ایمیل، تلفن، پیام، اسکایپ، هر چیزی که در دسترستون هست سوالاتتون رو بپرسید، نظراتتون رو هم مطرح کنید. آقای آریانپور خیلی ریسپانسیو هستن، خیلی احترام میذارن به کسانی که باهاشون تماس میگیرن و جواب میدن. من اون روز هم تو برنامه گفتم یکی از معدود کسانی هستن که سالها پیش از من و شما با کامپیوتر آشنا شدن و از این بابت من هم ممنونم ازشون. همین امروز هم باز یه دونه از این فلش مموری ها آوردن که من بهتون بدم اینو یادم نره، و خیلی مرتب اینا رو می‌نویسن میارن، اینها رو در حین برنامه هم بهتون نشون میدم. ضمناً اگر این نوشته ها رو میخواین داشته باشید با خودشون مستقیما تماس بگیرید براتون میفرستن. ضمن اینکه خیلی از این نوشته ها روی بلاگتون هم هست، بلاگ ایشون هم خیلی آسون، همون اسم خودشون و وردپرس، یا من تو گوگل حتی میزنم هوشنگ آریانپور بلاگ، فوری اون لینک میاد و من در طی برنامه هم نشون میدم. خیلی خوش آمدید. بعد از ظهر شما و بینندگان عزیز خوش باشد. خوشحالم که فرصتی به من داده شد که در خدمت باشم. امروز سعی می کنم مختصری در مورد خواسته های ما، منظورم از ما نه این که فکر کنید من الان گروهی دارم چندین هزار نفر قیبه، آرزوم این بود که ما بالاخره در این 38 سال بتونیم با تعدادی هم عقیده بشیم، نه اینکه اونها عقیده منو بگیرن، من عقیده اونها رو بگیرم، مکمل اونها باشم در حد کوچکی، که متاسفانه به این آرزو من برسیدم. الان با تعداد بسیار انگشت شماری همکاری میکنم، با هم هم فکریم و راه حل‌هایی رو برای آینده کشورمون در نظر می‌گیریم، محاسبه می‌کنیم، بررسی می‌کنیم. نه اینکه آنچه ما ارائه می‌کنیم اینها باید تمام و کمال بدون کوچکترین تغییری در ایران به مرحله اجرا در بیاد، همچین چیزی نیست. هیچ کس نمی‌تونه چنین ادعایی داشته باشه، ولی به کمک یک دیگر ما میتونیم که به نتیجه برسیم. الان میبینید که 38 سال ما دنبال آب در هاون کوبیدنیم، هنوز نمیدونیم که ما چه چیزهای مورد نظرمونه که اقلا اکثریت از ایرانی ها این خواسته ها رو داشته باشن. اختلاف داریم در سر این که این قانون اساسی که می‌نویسیم چجوری باشه،
ما یه ذره از اون فاصله داریم، نه اینکه نباید قانون اساسی داشته باشیم. بالغ بر 115 ساله که ما قانون اساسی داریم، ولی حتی یک روز از این 110 سال ما قانون اساسیمونو بهش معتقد نبودیم و عمل نکردیم. حتی در دوران احمد شاهی بچه سال که دو تا نایب السلطنه داشتیم و اونها میتونستن بهترین حکومت مشروطه رو در ایران به وجود بیارن، میبینیم یکی از دیگری دیکتاتورتر، مستبدتر و خشنتر بود. حتی در 4 سال اولی که رضا شاه مصدر امور بود، یعنی نخست وزیر بود، ما فرصت داشتیم که برابر اون قانون اساسی عمل کنیم، ولی حتی یک روز نکردیم. بعد از اون خوب وقت رضا شاه اومد و دید که ما لایق دموکراسی نیستیم، رفت به طرف استبداد و حکومت فردی. نتیجهش متاسفانه به پسرش رسید. 25 سال او حکومت مطلقه فردی رو اجرا کرد. دستورش هم این بود: قانون اساسی که من اجرا می کنم. این کلمه رو حتی در وصیت‌نامه سیاسیش به کار برده: قانون اساسی که من اجرا می کنم. یعنی نه اونی که مشروط یک کتاب هست و توی خونشون رو فدا کردن که بشه. ولی فرض کنیم ما الان بهترین قانون اساسی رو بنویسیم، وقتی ملت ایران اطلاعی از این نداره و نمیدونه چه جوری با این عمل کنه، حکومت کنه، کمک کنه، چه فایده ای داره؟ مگه در قرآن 1400 سال پیش دستوراتی صادر نشده و این آخونده میگن که این آیه خداونده، باید برابرش عمل کنیم؟ آیا میکنیم؟ آیا خود این آخونده عمل میکنن؟ یا حتی برگردیم به موسی و ده فرمان. ده فرمان اونا هم همین مشکل رو دارن. اونا فقط یه اختلاف ما با مسیحی ها و یهودی ها داریم. اینا با گذشت زمان اصلاحاتی در کتاب خداشون کردن، ما اصلاحات که نکردیم. اون چیزای خوبی هم که در اون بوده ازش صحبت نمی کنیم، به اون چیزهای بدی که مضر به حال جامعه و مربوط میشه به 1400 سال پیش چسبیدیم. چه فایده ای داره ما قانون اساسی داشته باشیم و بهش عمل نکنیم؟ بنابراین من نمیگم نباید قانون اساسی داشت، ولی ما قبل از این که قانون اساسی تهیه کنیم بایستی با همدیگر با دیگران بنشینیم، به توافقهایی در موارد خاص ضروری برای کشورمون دست یابیم. برای این کار شما پیشنهادی دارین یا برنامه‌ای دارین؟ یه چیزایی من تهیه کردم، 7 مورده که واقعا اساسیه. اگر ما به اینها توجه بکنیم، بقیهش بعد از این که حکومتی برقرار شد و ما توانستیم براندازی کنیم، که البته برای من به عنوان یک نظامی محاله که با این طرز تفکری که من نوعی دارم ما بتونیم به مرحله براندازی برسیم. چرا محاله؟ برای این که ما یک صدا نیستیم. باز برمیگردیم به همون که نه یک گروه متشکل هست نه یک سازمان. ما تشکل نداریم، اصلا نمیدونیم معنی تشکل چیه. 38 سال ما جلسات پشت جلسات، کنفرانس شد پشت کنفرانس، غیره تشکیل میدیم. کدوم یک از اینها یه نتیجه‌ای برای ملت داشته و ما به ملت ارائه کردیم گفتیم این چیزیه که ما در موردش به توافق رسیدیم؟ یکیشو نشون بدید. اگر نشون دادید من از شما معذرت میخوام که اشتباه کردم. آقای آیان‌پور، شما
اصلا صحبتتون رو که شروع کردید گفتید متاسفانه بعد از 38 سال هنوز نه گروهی داریم، حتی یک گروه کوچک. ما اینجا میبینیم که یه روشایی هست، حتی درس میدن تو کلاسای مدرسه و اینها، که شما چجوری مثلا یک گراس روت موومنتی رو راه بندازید، یک جنبش مردمی رو چجوری شروع کنید. با همسایه‌تون صحبت میکنید، از همسایه‌تون میخوان که با دوستش صحبت کنه، قرار میذارید، میتینگ میذارید. من شما رو بارها دیدم تو میتینگ‌های مختلف و باز امروز خودتون دارین اقرار میکنین که هیچ کس نمیاد حتی با اون یکی همکاری کنه. منظور من این نیست که به قول آقای خمینی میگفت همه با هم، ولی منظورش این بود که همه با من و مردم همه باهاش شدن. حالا متاسفانه یا خوشبختانه به نظر میاد که اون میتونه این کار انجام بده. امروز حتی آقای رضا پهلوی کسی رو نداره، حتی آقای مسعود رجوی کسی رو نداره و میبینیم که مثلا حالا مسعود رجوی که بزرگترین سازمان منسجم و منظم و حالا دیگه نظامیش که چیزیش نمونده و میتونه 3,000 نفر 4,000 نفر رو جمع کنه، الان همه دیگه سالمندن و یکی یکی دارن میرن بیرون با کولباری از امراض مختلف، چون نه بهداشتی داشتن نه بیمه‌ای داشتن، 30 سال توی این صحرای عراق و گرما و اینها. چرا اینجوریه؟ چرا هیچ کسی رو نداریم که توی سازمان دادن به اصطلاح بتونه، همه دکتر، مهندس، سرهنگ، نمیدونم تیمسار، ولی یه نفر نیست بگه بابا باید اینجوری؟ و خودتونم اشاره کردین الان ما 20 رقم قانون اساسی مختلف داریم و که چی حالا نتیجه نتیجه چرا نمیهیم اینا رو روی هم بریزیم یکی درست کنیم که مورد تأیید عده بیشتری باشه، اکثریت باشه نمیکنه. حالا جواب شما خیلی آسونه، برای اینکه ما هیچ کس رو قبول نداریم. هیچ کدومون دیگری رو قبول نداریم، قبول نداریم. ظاهرا قربون صدقه میریم، روی همو میبوسیم، دست به گردن هم میندازیم، ولی همونه، در همون حده. شما ببینید وقتی یکی فوت میکنه بیشتر جوابایی که میگن خدا روحش را شاد نگه دار، آدم خوبی بود کار بدی نکرد، ولی یک نفر نمیاد بگه این آقا در طول عمرش چی کار کرد که خوب بوده یا بد بوده. چرا همش میگیم آدم خوبی بود؟ مگه ما باید آدم بدی باشیم؟ ما به دنیا اومدیم که خدمت گذار باشیم. بنابراین ما فکر میکنیم خوبی حسنه، نه، خوبی جزو وظیفه است، جزو انسانیت. آقای آریان‌پور، یکی از دوستان به نام پیروز نهاوندی زمین سلام کرده، بعد میگه که شرایط آن روزگار ایران آنطور طلب میکرد، حتما انتظار دموکراسی داشتید. در آن دوران پرآشوب و هرج و مرج و لجنزاری که از قاجار مانده بود. جناب آریان‌پور گرامی، من متوجه نشدم، یعنی شما میگید که مشروطه بده ولی برای اون زمان خوب بوده؟ چون خود این یه بحث بزرگیه و به این سادگی با یه جمله نمیشه تمومش کرد. آقای آریان‌پور، دو سه روز پیش بود شما یکی از دوستان 110 سالگرد مشروطه رو تبریک گفته بود، شما نوشته بودید ضمن احترام به شما، شما لطف کنید به من بگید که مثل همین که چه خصوصیاتی داشته، چه خوبی هایی داشته و از این تو این 110 سال ما کدام روز آزاد بودیم، کدام روز رهبر ما یا پادشاه ما یا رئیس جمهور ما این قانون مشروطه رو که حتی اشکال هم توش هست اجرا کردن. شما پاسخی دارید آقای نهاوندی در چه زمانی این قانون مشروطه رو مردم ازش استفاده بردن؟ به دلیل اینکه حکومت که به اصطلاح مأمور اجرای قانون اساسی اون کار رو انجام داد، ضمن اینکه شنیدید خود آقای آریان‌پور میگه که پادشاهای ما میگن که قانون مشروطه اونجوری که من اجرا میکنم، یعنی بر اساس تفسیر من. بله، عین این کاری که آخوندها میکنن، قرآن بر اساس تفسیر من، بر مبنای خودشون میخوان به ما تزریق بکنن. ببینید، قانون اساسی ممکنه در سالی که نوشته شده اونی نبوده که باید باشه، ولی من و شما نوعی در طول 110 سال
کجا اومدیم پیشنهاد کنیم که یکی از این اصول این نقص رو داره، بیایید بر مبنای این اصلاحیه اصلاحش کنیم. یک موردش رو نشون بدید. قانون اساسی ما برای اون دوران بسیار خوب بود، ولی چرا به اون خوبیاش ما عمل نکردیم؟ البته من شنیدم که کپی قانون اساسی کشورهای اروپایی بوده، مثل بلژیک و چند تایی دیگه. بلژیک بوده؟ نه، قانون اساسی اولی خوب بود، نخه آخون نبود. اونو در اروپا نوشتن، آوردن به ایران. صحبتشون هم این بود که اون قانون اساسی که در اروپا نوشته شده به مرحله اجرا در بیاد. برای همین بود که آخوندا مردم رو به طغیان وادار کردن، اون علم شنگه به پا شد، یکیش آیت الله نوری و غیره شروع کردن که ما مشروطه نمیخواییم، مشروعه میخواییم. اون وقت بعد از پشت و کشتار، توپ بستن مجلس و غیره، اومدن تغییراتی دادند. اومدن گفتن هر قانونی که در کشور ما میخواد به مرحله اجرا در بیاد بایستی توسط 4 یا 5 آخوند بررسی بشی. اگر موافق اصول اسلامی بود اون وقت ما اجازه میدیم اصلاح بشه. این بزرگترین خطایی بود که میتونست. یعنی میشه گفت از همون اول این قانون اساسی مشروطه شرعی مشروعش کردن، یعنی ما از همون موقع حکومت اسلامی داشتیم، حالیمون نبوده. معلومه وقتی میگن 4 یا 5 آخوند بایست اینو بررسی کنه، با آیات قرآن کریم تطبیق بده، یعنی چه؟ یعنی ما دست خودمونو توی پوست گلدو قرار دادیم. یا این که میگه دین رسمی کشور چیز شیعه هست، همونجا نشون میده که این حکومت حکومت مذهبیه و حکومت مردمی نیست. بله، مردمی یعنی به یک مقامی رای میدن، مهم نیست دینش چیه، بیدینه. ولی بعد ما بیایم بگیم یه مهر باطله روش بزنیم، همین کاری که الان در حکومت اسلامی میکنن. یکی که میخواد نماینده بشه باید از 7 خانه این آخونده رد بشه. پس این انتخاب مردم نیست، این انتخاب این آخونده. حالا فرض کنیم رژیم برکنار شد. البته من نوعی که زوری ندارم، شماها که جوانید که فکر میکنید چون جوانید میتونید اینا رو برکنار کنید، برکنار شد، فرار کردن از کشور رفتن، چیکار میخواهید بکنید؟ بله بگید دوستان فردا امشب اینا تصمیم گرفتن برن، حالا یا امام زمانشون بهشون گفت یا ترسیدن، فردا شما میخواین چه کار کنید؟ یه دوستی به من میگه آقای سوربی شما میگی رضا پهلوی خوب نیست، مسعود رجبی خوب نیست، پس کی خوبه؟ من گفتم درخت، برو درخت، دنبال درخت بری بهتر، اقلا درخت بزرگ میشه، سبز میشه، میوه میده. اینا چه کار کرده؟ رجبی افتخارش اینه 120,000 کشته داده، آقای رضا پهلوی افتخارش اینه که بعد از این همه سوگند و اینها تازه شده یک شهروند، یعنی مقام شهروندی رسیده. و بگید شما امشب اینا رفتن فردا من جواب دارم. ببینید ما اگه چشممونو باز کنیم به مملکت خودمون، میبینیم وقتی سردار سپه قدم پیش گذاشت هیچ وقت هدفش دیکتاتور شدن نبود، ولی برنامه داشت. با تمام این که میگوییم ایشون بی سواد بود، اطلاعات کافی در مورد دنیا نداشت، ولی کارهایی که او برای کشورش انجام داد به مراتب مهمتر و بیشتر و پابرجاتر باقی موند تا اونهایی که سواد داشتن. من یه بررسی میکردم، میدونم از اصل موضوعمونم داریم دور میشیم. در طول دوران سلطنت و حکومت رضا شاه، یعنی 20 سال، کل درآمد نفتی ما از 10 میلیارد دلار بیشتر نبود.
ولی با اون پول کم، با اون پول ناچیز، رضا شاه توانست صنعت رو به کشور بیاره. جاده هایی که وجود خارجی نداشتن در سرتاسر ایران به وجود بیاره. کارخانجات زیادی رو از مردم خواست بیان بسازن، نه اینکه دولت بسازن. کارخانه‌های برق و اینا مردم اومدن. اگر ایشون سواد داشت واقعا نابغه کاملی بود. با بی سوادیش میدونست اگر مردم رو اینوالو کنه میتونن در مدت کوتاهی اومد مدارس به وجود آورد. ولی ماهایی که ادعای با سوادی و دانشمندی و اطلاعات میکردیم، به جای اینکه کمکش کنیم این مدارس در مسیر درستی به آموزش بپردازن، اون کار رو بهش نگفتیم. نگفتیم قبل از مدرسه ما باید معلم معتقد بار بیاریم. ما بالغ بر 100 ساله چوب بی اطلاعی، ناآگاهی و بی توجهی به خاطر داشتن معلمین استادان در ایران بد داشتیم. از هر گوشه کناری هر وامونده رو می آوردیم معلمش می کردیم با دیپلم، می گفتیم برو درس بده. دبیرش می کردیم با یه لیسانس فکسنی. استاد دانشگاهش می کردیم برای اینکه از آقا از خارج تشریف آوردن، پس چون از خارج تشریف آوردن پس دایره العلوم هستن. کدوم اینها برای اصلاح دانشگاه های ما قدم مؤثری برداشتن؟ کدوم یک از کارهای ابتکاری در طول این همه سال شما شنیده باشید در یکی از دانشگاه های ما؟ بله ما در ریاضیات خوبی، برای اینکه ریاضیات نیازی به همکاری و همگامی نداره، ولی در صنعت ما چه کار کردیم؟ چه چیزی رو از لحاظ صنعتی ما به کشورمون اضافه کرده؟ حتی تقلید میکنیم خرابش میکنیم. آقای آریان‌پور، یکی از دوستان پرسیده که قانون اساسی مشروطه، که البته شما گفتید مشروطه نبوده، مشروع است، بعد ایشون میگه که شما از سردار سپاه گفتید، از نقش سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی هم بگید. من اطلاعی ندارم. شما فکر میکنید چون من سن و سالی ازم گذشته باید همه چیز بدونم؟ ببینید فرق ما با خارجی چیه. خارجی میاد در مورد موضوعی که میدونه صحبت میکنه، ما هیچ وقت در مورد تخصصمون صحبت نمی کنیم ولی آگاهیم به همه علوم در عالم. چرا من نیام در مورد رشته خودم برای شما اطلاعاتی در اختیارتون بذارم که میدونم این اطلاعات درسته، ولی میام راجع به مطالبی صحبت میکنم که خودم بهش اعتقاد ندارم. خودم میدونم شاگرد کلاس اولش هستم. مشکل ما اینه. قانون اساسی ما میتونست خوب بشه و به مرور زمان اصلاح بشه، متمم داشته باشه، مثل همین قانون آمریکا هم حتی چند تا متمم گذاشته داره، ولی میبینیم متمم دومش که مربوط به حمل اسلحه هست چه بلایی به روز امریکا آورده، چه کشتاری به دست این سلاح‌هایی که هر بچه‌ای میتونه بره تفنگ باباشو ورداره یا بچه دیگر رو بکشه، خودشونو میکشن بچه‌ها، خودشونو بکشن. تعداد اسلحه در امریکا بالغ بر 330 میلیون اسلحه، یعنی از تعداد آدما بیشتر. از اگر اسلحه تمام ارتش‌های جهان رو جمع بکنی تعدادش به 330 میلیون نرسید. خب دوستمون پیام میگه که موافقم، کاملا موافقم. اینی که شما درباره میگید که سعی کنیم درباره تخصصمون صحبت کنیم و اون چیزایی که نمیدونیم خیلی شجاع، اصلا لازم هم نیست نمیدونیم. دلیلی نداره من همه چیز رو بگم و شما رو
در جهت غلط راهنمایی کنم. بسیار ممنون. میخوام برگردیم به باور همون. حالا اجازه بدید بریم به اون موضوع که ببینید من به چه چیزهایی معتقدم. این مطالب رو ما در 1374 که به تازگی کامپیوتر وارد امریکا بود، کامپیوتر کوچک وارد شده بود، شروع کردیم و راجع به صحبت کردیم. حالا لطف کنید به مطلب اولش برید. بله دوستان عزیز، همین جوری که میبینید اینجا هم نوشته سال 1374، یعنی 22 سال قبل این نوشته ها رو ایشون با کامپیوتر و به اصطلاح فارسی نویس و اینها تهیه کردن که من و شما امروز بتونیم استفاده کنیم. البته قبلش مدتی رو اینها فکر کرده بودیم. بله. که چیز اگر ببینید هر کس در انتخاب دین و مذهب خیش آزاد است و هر گونه ممانعت در این راه تجاوز آشکار به اساسی ترین حقوق بشر. من یه توضیح میدم، بیشتر ما دین خودمون و خودمون انتخاب نکردیم، ارثی به ما رسیده. چون پدر مادر من فرض کنید مسلمان بوده، منو بهم تزریق کردن که تو هم باید مسلمان باشی، بدون اینکه من مطالعه کنم، بدون اینکه کتابی در اختیار من بذارن که این دین چی میگه. قرآنو بله از روزی که من به دنیا اومدم میدونم، حتما من دور سر منم گردوندن، ولی من تا این سن 87 سالگی هنوز نمیدونم در اون کتاب چیه، برای اینکه به عربیه. اونهایی که میان برای من ترجمهش میکنن، اونا برداشتهای خودشونو میکنن، هیچ کدومشون اطلاع دقیقی یا ندارن یا نمیخوان حقایق رو بگن. بنابراین انتخاب دین به دست من نیست، به من تزریق شده و چون آدم تنبلی بودم نخواستم برم مطالعه کنم ببینم معنی قرآن کریم چی. بنابراین ملت هر دینی دلش میخواد یا هر بیدینی دلش میخواد، کسی نباید مانع او بشه، نباید این جزء قانون اساسی کشوری قرار بگیره. امریکایی که میگه من دینی نیستم، ولی همه چیزشو میبینیم با دین شروع میکنه. قرآن انجیلو میارن قسم میدن که شما دروغ نگویید. خب وقتی من برم اونجا به چیزی که معتقد نیستم قسم بخورم، پس من دروغ نگفتم. تازه به چیزی که معتقد هستم قسم بخورم دروغ میگم. حالا اون که معتقدم نیست. پس در این مورد اگر توضیحی میخواید خوشحال میشم، واقعا یادداشت کنید و از من بخواید من جواب کامل بدم. اجازه بدید آقای پیام از اروپا از شما تشکر کردن، نوشتن که ممنون از توضیحات شما. خیلی ممنون، ممنون از توضیحات شما. اگر سوالی پرسشی چیزی هم هست بنویسید یا مستقیما با خود آقای آریانپور تماس بگیرید، ایشون پاسخ میده. خب تنها قسمت... راه مبارزه با متولیان تاریک بین مذهبی مبارزه با عقب ماندگی جامعه است، زیرا یک جامعه پیشرفته کمتر تعصبات کمتر اسیر تعصبات و خرافات مذهبی میشه. اینم توضیح واضحاته. ما به علت عقب افتادگی معتقد به خرافات هستیم، به شیطان و به فرشتگانی که طول قدشون من نمیدونم 70 متر، به اون جوب های آبی که شرابه، عسله. آیا باید این چیزها رو باور کرد؟ چرا ما نمیاییم به علم و دانشی که میتونن ثابت کنن که چی میگن؟ توجه نمی کنیم، ولی به خدایی که واقعا نمیدانیم وجود داره نداره، چی میگه چی نگفته و کسی دیدهش یا نه. چند نفر ادعا کردن بله من به کوه فلان رفتم ایشونو دیدم.
خب چطور ایشون برای دیدار این فرد از اون عرش بالا میاد پایین؟ خب بیاد به دنیا خودشون رو نشون بده، مگه چی میشه؟ چی ازش کم میاد؟ یا نشون بده. خدا خجالتیه، روش نمیشه. من نمیدونم. خب سومی اگر سومین بله، نظام دیکتاتوری مذهبی از بدترین نوع نظام های دیکتاتوری در جهان است. به همین دلیل در سراسر دنیا حتی یک کشور مذهبی وجود ندارد که مردم آن اسیر دیکتاتوری و عقب ماندگی نباشد. فکر کنم آدمای مسن، جوانهای ایرانی رو کار ندارم، برای اینکه اونها واقعا دیکتاتور ندیدن، ولی من چند دیکتاتور دیدم. من رضا شاه رو دیدم، محمد رضا شاه رو دیدم، آیت الله خمینی رو دیدم و آیت الله خامنه‌ای، و دیدم که این دیکتاتورها چه بلاهایی رو یا به عمد یا به علت ناآگاهی بر سر ملتشون وارد کرد. البته کشورهای همسایه‌مون هم نگاه میکنیم، صدام حسین رو میبینیم، قذافی رو میبینیم، هیتلر رو میبینیم، موسولینی رو میبینیم. یک دیکتاتور درست در دنیا وجود نداشته تا الان، خاصه اگر این دیکتاتور مذهبی باشه که ما الان در سه کشور داریم، در ایران خودمون، در اسرائیل و در عربستان. ببینید هر سه اینها جانی ترین رهبرانی هستند که در ایران هم. نتانیاهو رو که خودتون مستثرید میبینید که چگونه کشتار میکنه یه عده بچه عرب و یه بچه فلسطینی رو. صد آقای سلطان عربستان سعودی که کشور فقط متعلق به او و یه عده زاد و ولد حرامزادش. کشور خودمونم دیدیم در زمان رضا شاه دیکتاتوری بود ولی کشت و کشتار در این حد نبود. در زمان محمد رضا شاه، ضمن اینکه ایشون آدم مظلومی بود، از خونریزی دوری میکرد، ولی اطرافیان ناجورش اونو وادار میکردن یا بدون اطلاع او کارهای انجام میدادن. های آیاپور ببخشید حرفتون رو قطع میکنم و موضوع رو عوض میکنم، ولی درباره همین که شاه مظلوم بوده و نمیخواست چیز کنه ولی اطرافیانش سوء استفاده کنن، الان یک دو تا مصاحبه های خالی کتاب آقای ثابتی که جای خود داره، ولی یه دو تا مصاحبه هست که شخصی به نام مثلا احمد فراستی که توی ساواک بوده و اینها میان و با افتخار میگن خب ما فقط شلاق میزدیم، یعنی تا اون حدشو فعلا دارن میگن، چیزای دیگر نمیگن. ولی یه ویدیویی آمده که نشون میده که از آقای منتظری و آقای بهشتی در باره شکنجه صحبت میکنن و هر دوی اینها میگن شکنجه اگه با زدن سیلی شروع کنی به دست و پا قطع کردن و ناخن کشیدن و شلاق زدن و نمیدونم برق گذاشتن روی جاهای حساس بدن و اینها هم میرسه. و هر دوی اینها گفتن، من اینو گذاشتم رو فیسبوک دوستان ببینید، گفتن که بهتره یک گناهکاری آزاد بشه تا اینکه ما بیگناهی رو شکنجه بدیم. و این خیلی جالبه برای من که حکومت اسلامی و آخوندهایی که حوزه علمی رفتن اینجوری میگن، ولی آقایی مثل آقای احمد فراستی یا آقایی مثل ثابتی امروز هم حتی میگن که اون کاری که ما کردیم، شکنجه کردیم و اینها، درست بوده و اگه این کارو نمی‌کردیم پیشگیری نمی‌شد از حملات بعدی و الی آخر. نمی‌دونم شما این مصاحبه رو دیدید، بی بی سی انجام داده. من خوشبختانه علاقه ای به شنیدن مزخرفات ساواکی ها ندارم، چون شغلم طوری بود که مجبور بودم با عده‌ای از اونها
در امور مختلف در تماس باشم. جز کلک، حق بازی، درویی، چیزی از اینا ندیدم. فکری که در وجودشون نبود بهبود وضع زندگی مردم کشور ایران. دوستمون آقای مرداد خونساری، میشناسید شما حتما، ایشون دیپلمات بودن. بعد خیلی ممنون، خوش آمدید. و دوست دیگه به نام رضا، اگه اشتباه نکنم از ایران، نوشتن که جناب آریانپور مقداری در مورد رضا شاه اغراق میکنن. در آن عصر جو مدرن گرایی در کشورهای منطقه به وجود آمده بود. در ترکیه مصطفی کمال معروف به آتاتورک، در افغانستان شاه امان الله، و در ایران هم رضا شاه. یعنی ایشون میخواد بگه این جو زمان بوده، نه اینکه آقای رضا شاه شخصی فوق العاده. ضمن تایید باتون هم عقیده نیستم، رضا شاه در اون جو و اون امکانات موجود ارتباطی با خارج نداشت. اگر داشت از طریق اطرافیانش بود. اطرافیان اگر مایل بودن کشور رو به دیکتاتوری نره، می توانستن از همون اوائل با کلمات درست منطقی رضا شاهی که در از دیکتاتور نبود تبدیلش کردن به دیکتاتور. خب قسمت چهارم این نوشته شما، شرکت ملت در سرنوشت خیش وقتی به حقیقت می پیوندد که مردم از طریق حکومت خود کارفرمای امور کشور خیش کردند. مشروطه یعنی چه؟ یعنی ملتی بیان نماینده‌ای انتخاب کنند که طرز تفکرشون در مسیر خودشونه، که از قبل گفته من اگر نماینده بشه این کارها رو به نفع ملت ایران انجام میده. یعنی گفته های اون برابر با خواسته های ملت باشه، نه با خواسته های رهبر یا مقام پادشاه. الان در امریکا اگر چشمامونو باز کنیم میبینیم نمایندگان کنگره و نمایندگان سنا، خیلی هاشون به خاطر ترس از اینکه در آینده پول آقای ترامپ ممکنه مانع انتخاب مجدد اونا باشه، میبینید که دارن خلاف میکنن، با چشم باز و با شعور خلاف میکنن، که گناهشان هزار برابر کسانیه که به علت بی سوادی یا نادانی بر. خب این قسمت پنجم این نوشته، اجازه بدید ببخشید بذارم من اینو درست کنم اینجا برات کامرای دو بفهم. وقتی نظام‌های دیکتاتوری در مؤسسات آموزشی فرزندان ما را برای زندگی و کار در یک جامعه دیکتاتوری تربیت می کنند و وقتی اکثریت ملت محروم ایران از خواندن و نوشتن زبان مادری خیش محرومند و اکثر تحصیل کردگان ما در اثر زندگی و کار در فضای خفقان به جهل سیاسی و اجتماعی گرفتارند، چطور میتوان در این محیط ناآماده به نظام دموکراسی دست یافت؟ شما اینو به من جواب بدید. وقتی محیط آموزشی ما آنیست که در 38 سال گذشته و برگردید به رژیم شاهنشاهی که در هر دانشگاهی یک پادگان نظامی ایجاد کرده بودند، کنترل می شد، ساواک حرفای اونها رو و غیره رو از طریق جاسوس‌هایی که در میان دانشجویان که به زور وارد دانشگاهشون، یعنی بدون کنکور و غیره، که فقط رول جاسوسی رو انجام بدن، چطور انتظار داشتید که این جوانان ما در یک مسیر صحیح آموزشی قرار گرفته
و بتونه در تخصص خودش با دلگرمی کار کنه و برای جامعهش انسانی مفید باشه. خودتون میدونم متاسفانه ما مسنا دیگه از این دنیا رفتیم، خیلی همون رفتند، بقیه همون هم همین یکی دو سال خواهیم رفت. میمونه شماهایی که جوانید و متاسفانه فرصت کار کردن در ادارات دولتی و نیروهای نظامی رو نداشتید، بنابراین تا کار نکنید، کار عملی نمیتونید پی ببرید که مشکلات چیه. از دور شنیدن صدای دهل ممکنه خوب باشه، ولی وقتی نزدیک شدید میبینید اونی نیست. من تأسف میخورم با تغییر رژیم این عده‌ای که در این 38 سال تربیت شدن، تربیت صحیحی برای شکوفایی کشورمون در اختیار ندارن، برای اینکه ضرباتی که به اینها وارد شده اینا رو عقده‌ای کرده. البته شما این ایراد رو در رژیم قبلم گرفتید که توی به اصطلاح جاهای آموزشی از دبستان، دبیرستان، دانشگاه گرفته به ما یاد ندادن، یکی وطن پرستی، یکی خدمت کردن و اینها، و همش یه چیزی به اصطلاح تشویق برای این بوده که اگه میخوای موفق بشی باید پولدار بشی، باید احترام داشته باشی تو جامعه، اونم نه احترام بر اساس انسان بودن، احترام بر اساس اینکه شما بزرگی، شما از فلان خانواده هستی و غیره. یعنی شما گفتید حتی دقیقاً شما گفتید حتی تو ارتش هیچ قسمتی نبوده که درس وطن پرستی بدن. دوستان این آقای آیاپور این موضوع رو سالها پیش عنوان کردن، توی همین برنامه هم ویدیوش موجوده. اگر شما فکر میکنید در جایی، در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه، در نظام به اصطلاح ارتشی درس وطن پرستی به کسی داده میشده، تشریف بیارین توضیح بدین، خوشحال میشم. آیا کسانی سن و سال من در طول عمرشون دیدن که یک بار در دبستان، دبیرستان، دانشگاه قانون اساسی کشور رو بیارن و درباره اصولش صحبت کنن؟ خب آقای آریاپور، دوستان گله میکنه، میگن که کیست که نداند سفارت انگلیس در تهران در به قدرت رساندن رضا شاه نقش اساسی داشته است و جناب آریاپور ارتباط رضا شاه با خارجی ها را کتمان می کند. این هم از عجایب روزگار. هیچ همچین چیزی نیست. اشتباه می کنید. انگلیس در طول 200 سال هر کسی هر قدمی می خواست در کشور ما برداره به اجازه اونها بود. ولی در اون دور زمانی که شما بهش اشاره میکنید، رضا شاه راه دیگری برای به دست گرفتن قدرت نداشت که از نیروی خارجی برای پشتیبانیش استفاده کنه و بتونه در مصدر رهبری که و خدمت به ایران. من هیچ وقت طرفدار رضا شاه به صورت یک شاه نبودم، ایراد گرفتم، چوبشم خوردم در رضا. شما که اصلا خانوادتن مورد جد اندر جد قذبش بله ستم دیده پادشاه، ولی من چیز احساساتی شخصیمو با حقیقت. خب آیاپور، میشه بگیم به همین دلیل بوده که همین انگلستانی که این دوستمون میگه، همین انگلستان باعث میشه که رضا شاه رو بردارن، برکنار کنن؟ و اگه شما اونجوری میگید که رضا شاه دست نشونده انگلستان بوده حتی تا اون آخر، چرا انگلستان؟ اگر رضا شاه به حرف اونها در سالهای آخر سلطنتش گوش میداد، شاید سالهای طولانی باقی مانده میتونست و
نیروهای خارجی به ایران هجوم نمی‌آورد. دوستان از این صحبت‌ها و بحث و گفتگوها رو میتونید در فیسبوک ادامه بدید. بعد من از آقای آریان‌پور میخوام وقتی هم حتی رفتن به اصطلاح بیان روی فیسبوک با شماها جواب اگه سوالی هست یا نظراتتون رو دربارش صحبت کنید. برسیم به این موضوعاتی که شما لطف کردید نوشتید آوردید. قسمت ششمش سیستم فرهنگی ما واقعا متعلق به قرن بیستم و بیست و یکم نیست. ما رو می بردن در سر کلاس از دبستان یه چیزایی رو معلم با اخ و تخ تشر و چوبای اناری که می گرفتن خود من بارها کف دستم زدن کی هست که نخورده باشه فلک نشدم فلک. ولی فحش شنیدم، خفش رو شنیدم، به تمرک سر جاد شنیدم و غیره. تا انگشت تو بلند می کردی معلم با اخم و تخ عصبانیت به تمرک سر جاد. ببینید معلم در واقع رول پدر و مادر رو در سالهای دبستان بازی می کنه. معلم باید هم معلم باشه، هم مادر باشه، هم پدر و با زبان خوب. ماهایی که الان سالها سینجاییم حتما شما بچه هاتون رو دیدید به مدرسه میبرید، در جلساتی که مدرسه و پدر و مادرها و معلمین تشکیل میدن شرکت کردید، یا اگر نکردید حتما این کار رو انجام بدید. ببینید رفتار یک معلم، یک مدیر با شاگرد چقدر دوستانه و هست. من هنوز خواب تنبیه هایی که در دبستان یا دبیرستان میخوردم روی دشمنی. من کلاس نهم بودم، معلم برای اینکه از دید اون من دو بار فضولی کرده بودم منو رد کرد. چرا؟ اگر من یک کودکی که هنوز فهم و شعور ندارم، قدرت فکر کردنم درست نیست، حرفی میزنم اشتباهه، آیا با کتک من اصلاح میشم؟ با تنبیه من اصلاح میشم؟ فرهنگ ما بلای جان ماست و متاسفم که این همه معلم و استادی که در کشور ما داشتیم هیچ کدومشون نیمدن بنشینن بر مبنای مشاهدات عینی خودشون بنویسن مشکلات آموزشی ما چیه. اگر شما دیدید همچین کتابی منو راهنمایی کنید که برم بخونم. بسیار ممنون. دوستمون آقای پرویز باوایان فکر کنم از کانادا نوشتن که کودک چپ دست را شیطان می نامیدن. در اولین روز مدرسه پرچم رنگ پریده با تنابهای پوسیده، کسی به فکر ایران نبود، فقط چاپلوسی و دستمال به دستی آموزش میدادند. در صورت یعنی در حقیقت در تایید گفتهای شماست. اجازه بدید من این شماره 6 رو نشون بدم، همین چیزی که شما صحبت کردین. بفرمایید خودتون بخونید. ریشه تمام آلام و مصائب عقب ماندگی های ملت ها را فقط باید در سیستم فرهنگی سیاسی آنها جستجو کرد. این توضیح واضحاته. ببینید ما اگر به عنوان یک جوان، یک نوجوان، یک کودک در دبستان در مسیر درست قرار می گرفتیم، اقلا 70% برای مملکتمون خدمت می کردیم، نه اینکه 80% خلاف اون کاری بکنیم که صدمه به کشور و ملت ما بود. ممنونم. توی این قسمت من با شما موافقم. بارها دوستان به من میگن آقا شما که اینجوری میگی چجوری میشه این ملت رو درست کرد؟ میگم که با آموزش. من تو آلمان بودم، دیدم اینا با این رانندگی خوب، با این خیابونای خط‌کشی شده، با این چراغ خطرهای منظم، باز هم هر شب تو تلویزیون آموزش میدن و من مونده بودم اینا چرا آموزش میدن، اینا که احتیاج ندارن. بعد حالا میفهمم که اگه اون آموزش ها رو تکرار نمی کردن اونا هم مثل ما میشدن، هر جمعش میشدن. شنیدم الان تو ایران خیلی تو قسمت رانندگی و اینها، البته آموزش ایران هم اینجوریه با جریمه،
با نقره داغ کردن مردم، چون آدم داغ میشه، ضربه میخوره، تلافی میکنه. و همینجا رم نگاه کنید، جاهایی که چراغ قرمزه، ببینید هزاران تای سیگار و بطری های خالی رو، آب جو رو، پپسی غیره رو پرت کردن. قول به تو میدم بیشتر اینها ما خارجی ها هست. قول به تو. خب ممنونم. شماره 7 رو میخواییم لطف کنید. 7، وقتی تمام امور مملکت بر اراده و آرمان یک فرد قرار گیرد، دیگر هیچ برنامه بنیادی و اقدام اصولی برای پیشرفت امور کشور صورت نمی گیرد. به همین دلیل در کشور بی ثبات ما همه چیز موقتی است و با یک اتفاق غیر منتظره هرچه هست برباد می رود. وای به حال زمانی که در کشور ما انقلاب یا کودتایی رخ دهد، یا فردی که مدار و محور همه امور است و نظام مملکت قائم به وجود اوست بمیرد، که در این صورت همان نظم سوری هم از هم میپاشد و ما در عمر خیش بارها طعم این گونه حوادث تلخ را چشیدیم. من که 3 تاشو دیدم، من رضا شاه رو دیدم، رفتن محمد رضا شاه رو با چشم گریان دیدم و آیت الله خمینی رو هم دیدم که امیدوارم این یکی رو هم زنده باشم ببینم. ببینید ما همه چیز رو در اختیار یک نفر قرار میدیم و انتظار داریم که او همه چیز رو به درستی انجام بده و من نوعی رو راضی کنه. این چیزیست غیر ممکن، فرق نمی کنه. ببینید در طول تاریخ هر کس در رأس قرار گرفت ما از او بتی ساخت، مهم نیست که این چی بود. رضا شاهی رو که واقعا خیلی خدمات کرد، وقتی رفت از ترس اینکه روس‌ها نیان اونو بگیرن به روس به سیبری تبعیدش کنن، یواشکی با ماشین با یک راننده به طرف اصفهان و از اونجا به طرف بندرعباس. یک نفر از بزرگان ما، از وزراش، از ارتشیانش او رو همراهی نکردن. اینو چی اسمشو میذاری؟ آقای آریان‌پور، در رابطه با معلم، این دوستمون نوشته که معلم های ایرانی شعور درک وظیفه و مقام کارشان را نداشتند. باز این میشه تایید حرف شما، چون آموزش ندیده بودن. وقتی یه معلمی دیپلم داره شما میفرستی سر کلاس، یا یه معلمی لیسانس داره به عنوان دبیر میره سر کلاس، ولی آموزش اون کار رو ندیده، شما ازش نباید انتظاری داشت باشین. از همه اینا بدتر اون ماجرای سپاه دانش بود که یک کسی رو به زور شما از شهر بفرستید تو ده، امکانات هم نداشته باشه، بعد شما بخواین این آموزش بده، در صورت که اصلا ممکنه علاقه نداشته که این معلم خودش هیچی نمیدونست در مورد آموزش. ببینید بدبختانه من در رشت که بودم مجبور بودم سپاهیان دانش بهداشت و غیره رو که تعدادشون در هر نوبت بالغ بر 1000 نفر بود آموزش بدم، تربیت کنم. اینها یه عده‌ای بودند که از همه جا رانده و مانده و در بحبوحه جوانی، میفهمید منظورم چی؟ یک جوان در اون سن و سال فقط یک فکر داره و اینها رو ما روانه دهات با بچه های معصوم، دختران معصوم دهاتی می کردیم. ببینید نتیجه چه بود. بله، اینجا میگن که فکر جوان تو سرش نیست، پایینش کمه. در طول زمانی که ما سپاه داشتیم از سال 42 تا 57، آیا یک بار مسئولین مربوطه رفتن
ارزیابی کنن نتیجه کار این سپاهیان و ببینن آیا این چیزیه که شاه ایران در نظر داشت. فکر ایجاد سپاه بسیار عالی بود. حالا بر نگردید بگید نخیر چون شاه بد بود پس فکرشان بد بود، ولی وقتی پیاده می کنیم چون ماهایی که مسئول پیاده کردن بودیم شعور اون کار رو فهمشون نداشتیم، دلسوزیشون نداشتیم. گوساله وارد می شد بچه گاو می فرستادیم بیرون، چه انتظاری داشت. بسیار ممنونم. این شماره 8 چیزی که خیلی کوتاه و مختصر ولی گویای همه مشکلات هست. سرنوشت همه کشورها در سر کلاس درس تعیین می شود. می دونید بچه ها می گن آنچه را تا 5-6-7 سالگی یاد می گیرند در طول عمرشون با خودشون یدک می کشند. یعنی اون برداشت غلطی که در اونجا معلم تو کلش کرده همه عمر با اوست. ولی ما کدوممون اومدیم این معلمینو از لحاظ روحی ارزیابیشون کردیم که آیا این شخص میتونه معلم خوبی باشه؟ اصلا ارزیابی در کشور ما بر مبنای این بود که چجوری من دستمال بگیرم و خدمت آقای رئیسم ببرم یا چاپلوسی کنم یا به او رشوه بدم. خب قسمت نهم این سخن معروف اینشتین است که دانشمند و معلم و متخصصی که در رشته های تخصصی وقتی خود و فنی خود متبحر بوده ولی با نهضت های فکری علمی و اجتماعی و کلیات زندگی زمان خیش بیگانه باشد، مانند سگ آموخته است که آنچه تعلیم یافته تکرار می کند. و این نیز ضرب المثل قدیمی ایرانی است که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. فکر کنم این جوابشون ما تخصص داریم ولی آیا در امور اجتماعی فرهنگی و غیره کشورمون اطلاعاتی داریم؟ متاسفانه خیر. بسیار ممنون. دهم، برای حفظ استقلال کشور از وابستگی های اقتصادی باید با همان وسائل مادی و معنوی مجهز گشت که کشورهای صنعتی و پیشرفته بدان مجهزند. فکر میکنم یه توضیح میخواد. ببینید وقتی ما از لحاظ اقتصادی، کشاورزی و غیره وابسته یک سایر کشورها میشیم، این نشون میده که خود ما در کشورمون قادر نیستیم این نیازهای خودمونو تأمین کنیم و چون نیستیم باید بریم دنبالش ببینیم اونها به چه طریقی خودشونو از هیچ به یک کشور صنعتی، کشاورزی و غیره رسوندن. ما هم همون مسیر رو طی کنیم. لازم نیست خودمون ابتکار کنیم، اون کاری رو که اونا کردن بیاریم با تغییرات جزئی که با محیط و مکان و زمان ما وقت میده هماهنگش کنیم و به مرحله اجراش داریم. بسیار ممنون. 11. اداره صنعت مترقی بدون سازمانهای فرهنگی مناسب و پیشرفته غیر ممکن است. یک صنعت مترقی نمیتواند در داخل یک دستگاه تعلیم و تربیت پوسیده و عقب مانده و ارتجاعی به وجود بیاد. قبول کنید ما جز دانشگاه معروفمون که شاگردای خوب میده به نام چیه؟ شریف. شریف
کدوم یک از دانشگاه‌هامون که مثل قارچ در این 38 سال از زمین رویده شدن یک چیز ابتکاری به کشورمون هدیه کرده. حالا میدونید چرا شریف خوبه؟ برای اینکه شریف در جایی به وجود اومد که پایه و اساسش رو یک فرد امریکایی اومد و مدرسه یا کالج امریکایی رو در 1286 به وجود آورد. این نیمد دانشگاه به وجود آورد، این اومد دو کلاس ابتدایی درست کرد، بعد از چند سال 4 کلاس، بعد شد 6 کلاس، بعد شد 9 کلاس، بعد شد 11 کلاس، به تدریج اومد و کالج از البرز رو ساخت که بهترین مدرسه ایران بود، هنوزم هست. چرا؟ برای اینکه پایش درست بود، دبیرستان البرز و برنامه داشت. ولی ما میایم از هر گوشه دو تا ساختمان رو میگیریم اسمش رو میذاریم دانشگاه فلان، نه معلم داریم، نه استاد، نه کوریکولوم یا طرح و برنامه داریم، نه هیچی، نه ابزار لابراتواری داریم، نه وسایل پیشرفته الکترونیکی داریم، اسمش دانشگاه است. میرن با پول گزاف اون تو چی یاد میگیرن؟ آقای آریان پور، متاسفانه وقتمون تموم شد. من از دوستان خواهش میکنم که باز این بحث و گفتگوها رو روی فیسبوک ادامه بدن. از شما خواهش میکنم اینا رو دنبال کنید و از شما دعوت میکنم یه وقت دیگه هم باز تشریف بیارید این بحث رو ادامه بدیم. حالا میرسیم به یه جایی که حتما شما آقای سعید کاووسی رو میشناسید، هنرمندی هستن توی این منطقه و همون جوری که خیلی ها میگن ما ایرانی ها نژاد مرغوب هستیم، ایشون همیشه میگه که نه، تا زمانی که قبول نکنید که نژاد نامرغوب عامل تمامی مشکلاتتون هست، همین خواهد بود و همین که زیر بار این واقعیت نمی روید خود از نامرغوبی نژاد است. حالا هی باید بپریم بالا و پایین. البته من چون کلن به نژاد خوب و نامرغوب و اینها باور ندارم، اینجا صحبتی نمی کنم. من اون قسمت هشتی که شما اینجا نگفته بودید که سرنوشت و آینده هر مملکت و هر ملتی در کلاس‌های درس به اصطلاح تعیین میشه، اونو با شما هم‌عقیده هستم، ازتون تشکر میکنم. درباره این نژاد شما باورتون چیه؟ به طور کوتاه اگه میشه لطفا توضیح بدید. اگر خدایی وجود، یعنی خالقی وجود داره و بندگان خودشو به وجود آورده، بنابراین فرقی در من خاورمیانه‌ای، شمای اروپایی، شمای استرالیایی، شمای افریقایی نمی‌بینم. برای اینکه من در طول عمرم با خیلی ها برخورد کردم، بچه دهاتی که نه پدرش سواد داشت نه مادرش، ولی وقتی تحت یه سیستم درست آموزشی قرار گرفت اونجا شکوفا میشه. بنابراین قبول نمی کنم. یادتون باشه 70 سال پیش ملت چین همشون تریاکی، ایار، بیشعور، بیسواد، ولی تحت سیستم آموزشی خوب الان بزرگترین اقتصاد جهان در اختیار همون اشخاص بیسواد تریاکی است. آقای آریان‌پور اجازه بدین 12 میرم بخونیم بعد برنامه امروز رو تموم کنیم، ولی همونجور که گفتم یه وقت دیگه باز با شما باشیم تا این رو به پایان برسونیم. لطف کنید شما قسمت 12. نسل جوان باید آگاه گردد که درس خواندن بدون توجه به مسائل واقعی زندگی یک پول سیاه نمی ارزد و اگر جامعه بر مبنای اصول آزادی و حفظ حقوق و شخصیت افراد ملت استوار نباشد، دانشگاه و سایر مؤسسات آموزشی نیز واحدهایی از همان محیط آشفته و عقب مانده جامعه.
بسیار ممنونم. این نوشته رو من با اجازهتون زیر فیس، یعنی زیر این برنامه تو فیسبوک میذارم و همونجوری که گفتم بذارید من ببینم این عکسی رو که از وبسایت بلاگ شما گرفتم اینجا گذاشتم به دوستان نشون بدم. خیلی ساده بلاگ آقای آریانپور، بله این هست، اینجا من نشون میدم دوستان. ولی دیدم که روی صفحه فیسبوکتون متاسفانه عکستون نبود، ولی اون پایین عکس هست. حالا من با شما بعدن اگه بشه این کاری میکنم که این عکس رو بذارید تو اون قسمت، بعد اون عکسی رو که با دریادارای دیگه و اینها گرفتید، اون موقع شما ناخدا سوم بودید نه تو اون عکسه؟ نه خیر، دریادار بود. بله عکس قدیمیه، خیلی جمعون. بله در صورت دوستان همونجوری که میبینید در این قسمت زرد این بالا هوشنگ آریانپور، ایشون اینجا حتی امیر هم ننوشتن، هوشنگ آریانپور و این خط پستی. بله این به اصطلاح بلاگ یه قسمتی از سرویس هایی که وردپرس نیست که اجازه بدید من بفهم. تشریف ببرید توی گوگل بزنید blogger.com بعد بزنید هوشنگ دنبالش آریانپور رایتینگز، هوشنگ آریانپور رایتینگز، نوشته های هوشنگ آریانپور. من یک سال و چهار ماه این بلاگ رو ایجاد کردم، الان 490 مطلب توش دارم که بالغ بر 6000 صفحه است، یعنی همش مقاله از خودم نیست، خیلیش از خودمه، خیلی هاشو از این بر اونور جمع کردم. توجه بکنید آنچه من و شما در طول عمر یاد گرفتید از دیگران یاد گرفتید. انتظار نداشته باشید که هرچی من یا شما می‌نویسیم حتما مال خودتون باشه. تو مدرسه ما چی می‌خونیم؟ یعنی گاهی وقتا نقل قول کردن از دیگران هم باز باعث میشه دیگران آموزش بدن. معلومه نه خیر، کتاب‌های درسی ما همه‌شو دیگران نوشتن، پس اطلاعات ما از دیگران به ما منتقل میشه. اگه یاد گرفته باشیم تازه، خیلی ایراد میگیرن تو چرا از خودت نمی‌نویسی؟ ما هرچی میگیم و می‌نویسیم از دیگران یاد گرفتیم. ما مادرزادی هیچی بلد نبود. بسیار ممنون. پس سعی کنیم بازم از دیگران یاد بگیریم، مخصوصا از آقای آریانپور. من ممنونم که شما اینجا، یه بارون خیلی سختی میومد، من صبح میخواستم به ایشون زنگ بزنم بگم که اگه میدونید مشکله بذاریم چهارشنبه، ولی چون شناختی که از ایشون دارم گفتم که نه، این بارون فکر نمیکنم آقای آریانپور رو از به اصطلاح تصمیمش منصرف کنه. من ممنونم از شما که تشریف آوردین، به امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. دوستان عزیز میدونید که برنامه رو یکی از دوستان از خلیج فارس زحمت میکشه ارسال میکنه و امروز 14 قسمتش هست به نام عقل بشر. با هم اون برنامه رو میبینید. توی این فاصله من با آقای آریانپور خداحافظی میکنم، باز برمیگردم دوباره برنامه رو ادامه میدیم. پس اگر مایل باشید با آقای آریانپور روی همین فیسبوک به اصطلاح بحث و گفتگو کنید، با خودشون با ایمیلشون در تماس باشید. من این نوشته ها رو سعی میکنم تا اونجایی که امکان داشته باشه و آدرس بلاگ ایشون رو زیر دو فیسبوک هم در خودم فیسبوک با اجازه در فیسبوک بسیار. هم ایمیلم رو میذارم، بسیار هم آدرس بلاگم رو، ولی میدونم مقالاتی که یه ذره طولانیه کسی نمیخونه. خب پس باید یه کاری کنیم که اینا به صورت کوتاه باشه. این کاری که شما میکنید خیلی خوبه که به اصطلاح تیکی تیکشون میکنید، نمره میزنیم بهشون که 1-2 این و یادمون بهتر میمونه اینجا. ممنونم از شما دوستان که با ما بودید، با ما در تماس باشید، از طریق تلفن میتونید پیام بذارید، پیام ها شما رو برای آقای آریانپور ارسال میکنم، ایشون حتما پاسخ میدن. میتونید تکست بفرستید با تلفن 202 و میتونید روی به اصطلاح از طریق ایمیل و فیسبوک هم با ما در تماس باشین. بریم با هم، شما خداحافظی میکنید، روز شما بخیر. بریم با هم این برنامه 14 رو بشنویم و من میام خدمتتون. باشید حالا شما باشید. بله اجازه بدین دوستان پلیر 1 و اینجا هم. درود گرم تقدیم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم.
در گفتار امروز یک نقص و یا عیب عضو بدن انسان و تأثیرش را بر عقل و رفتار بحث میکنم. این عضو که بسیار مهم و مؤثر است همان دو چشمان انسان هستند. هر آفریده ای با آن تمام چیزها را میبیند، تشخیص میدهد و بر اساس آن تصمیم گرفته و عمل میکند. اما این عضو بی عیب نیست. عیب یا کمبودش این است که همه چیز را میبیند به جز خودش. چشم که همه چیز را میبیند از دیدن خود و بخشهایی از اندام صاحبش که به هشت چسبیده و نزدیک هستند ناتوان است. از این رو انسان به سادگی عیب و خوبی، زیبایی و زشتی، بلندی و کوتاهی دیگران را میبیند. تحلیل و تفسیر و در مغز بایگانی و معیارسازی کرده و سپس با زبان و کردار منعکس میکند. اما از دیدن هر صفتی در خود بیتوان می باشد. برای اینکه این حقیقت را به خاطر بسپارید اجازه دهید داستانی تاریخی برایتان بگویم. وقتی تیمورلنگ شهر دلهی و یا دهلی در هندوستان را به قصد اشغال محاصره کرده بود، موبد موبدان هندوس بر دروازه های شهر رفته و خطاب به تیمور گفت: بدان این شهر را اگر با جنگ گشوده و تصرف کردی عمرت به سر می آید. تیمور شهر را گشود. او به احترام نهادن به دانشمندان و جمع کردنشان در اطراف خود معروف بود. این حقیقت در تاریخ آمده. هنگامی که بعد از فتح شام در بیروت بود، مردم مصر و جهت منع تیمور از حمله به سرزمینشان دانشمند آن زمان و مؤسس دانش اجتماع شناسی تونس الاسق عبدالرحمن ابن خلدون را به سوی او روان کردند. پس از چند ملاقات میان تیمور و ابن خلدون، این فاتح غرب آسیا از حمله به مصر منصرف شد. بعد از گشودن دلهی تیمور دستور داد موبد موبدان را به حضورش بیاورند. تیمور خطاب به او گفت: تو از کجا تشخیص دادی عمرم بعد از فتح دلهی به پایان میرسد؟ حال میتوانی بگویی عمر کدام یک از ما به آخر رسیده؟ موبد گفت: فاتح پیروزمند، عیب از چشم است که همه و هر چیزی را میبیند جز خودش. یکی از پدیده های این کمبود چشم را در همین تلویزیون مردم میشنویم. بینندگانی از نارسایی هایی شکایت میکنند. آقای سربی آنها را دعوت به معاینه دستگاه خود راهنمایی میکنند. یعنی شکایت کنندگان بودن و یا داشتن عیب و نقص در دستگاه خودشان را اصلا در تصور نمی گنجانند. این واقعیت را در تمام ساعت‌های روز و در همه رفتارها همه ما بدون استثناء تکرار می‌کنیم. با نه اندیشیدن، نگاه نکردن و دقت ننمودن هرگز به عیب و نقص خود پی نمی‌بریم و همیشه عیب را از دیگران می‌دانیم. به همین علت هنگام برخورد با مشکل و یا بحران فوراً دیگران را گناهکار می‌دانیم. پدر بچه را متهم می‌کند، زن شوهرش را پر از عیب می‌خواند و برعکس. آموزگار با کتک زدن ناتوانایی خود را بر گرده دانش آموزان می‌گذارد. مدیر کارمندانش را نافهم می‌داند، وزیر کارکنان وزارتخانه را مقصر می‌شمارد و شاه و یا رهبر مملکت و یا رهبر مملکت همیشه با نظر حقارت و ناچیز شمردن و بی ارزه دانستن زیر دستان خود را بی نقص و کامل و برتر می تصورد. به طور خلاصه به علت این کوته نظری و یا عدم قدرت در نگاه کردن و دیدن همه چیز، ما خود را کامل دانسته و فقط عیب دیگران را دیده مقصر و گناهکارشان می شماریم. این انسان که با چشمانش نمیتواند همه بدن خود را ببیند و از وضع خود اطلاع کامل داشته باشد، پیرامون همه چیز دور و نزدیک، دیده و یا ندیده، بررسی کرده و یا نکرده، دانسته و یا ندانسته رأی داده و حکم صادر میفرماید. قبلا هم گفتم تمام رهبران سرنگون شده و تمام دستیارانشان ناتوانتر از آن هستند که عیبهای خود را دیده و یا نقص و کمبود خیش را درک و به آن اعتراف کنند. نمونه اش را ما تجربه کردیم. پوفیوزهای رژیم قبلی با گذشت ده ها سال قادر به دیدن اشتباه های خود نمی باشند
که چگونه سرنگونی رژیم ایدئالشان و موجباتش را با عدم درک عدم تسلط بر مغز خودشان تهیه فراهم کردند. مشکلی دیگر چشم در نظر انداختن به چیزها و مسائل گوناگون، دخالت احساسات انسانی، معیارها و سنجش‌های آموزشی و ذخیره شده در مغز است. بدین صورت که وقتی چند نفر با بیشعوری‌های مختلف به یک چیز نگاه می‌کنند، هر کدام بنابر برداشت عقل خود موضوع معینی را در آن چیز مورد نظر می‌بینند. کمتر کسی یافت می‌شود که همه مسائل یک موضوع را از همه جهات دیده، تشخیص و تفسیر، درک و در مغز انبار کند. این حقیقت را از قدیم در داستان‌ها و اندرزهای همه ملت‌ها منعکس شده و می‌بینیم. این تفاوت در دید کمبود نیست. ممکن است یک صفت عالی گردد اگر از آن استفاده صحیح شود. با همکاری و فعالیت دست جمعی در صورت اطلاع از نظرات همه و به کار گرفتنش، انسان سریعتر میتواند به پیشرفت دست یابد و مسائل را با دید همه جانبه معالجه کند. توجه کنید که ما کلمه نظر و یا نظرات را به کار میبریم که معنیش همان دید است. اما رهبران یک نظری خواهان دانستن این تفاوت در دیدها نیستند و فقط آنچه را خود می‌بینند صحیح و برای زیر دستان ضروری می‌دانند. به همین سبب ملت بی‌حجاب می‌شود، بنابر دید رهبر باز حجاب می‌پوشد و رفتارش را تغییر می‌دهد. انسان هنگام اجرای این تغییرها همه را بروار قبول می‌کند، سپس بخشی از فرهنگ عمومی گشته و همرو جماعت شدن مانع بروز خلافش در مغزها می‌شود. اجازه دهید اینجا نقطه ای را توضیح دهم. انسان هنگام فراگیری شعورش را به کار می گیرد، اما پس از یاد گرفتن موضوع به بیشعوریش یعنی اندرون مغز فرو رفته و خارج از اراده و بدون اندیشیدن انجام داده و یا تکرار می کند. همین اساس و پایه بندگی مغز به انباشته ها و عدم قدرت درک و ناتوانی کنترل عقل در انسان می باشد. این شعور و بیشعوری در انگلیسی کوشز و سب کوشز نام دارد که متاسفانه در زبان فارسی کلمه دقیقی برایش تعلیف نشده. این کلمه شعور عربی است و در آن زبان معنیش احساس است. کلمه سب کوشز در عربی لاوعی است و معنیش رفتار بدون اندیشیدن و یا ناآگاه رفتار کردن است. فکر کنم بیشعور ترجمه مناسبی برای سبکوشس باشد. استفاده از آن برای تحقیر و یا دشنام در زبان فارسی ممکن است معنیش این باشد که شخص مخاطب اصول را درست یاد نگرفته و در شعورش جای نیافته که بعداً به بیشعوریش برود و بیشعور باقی مانده. استفاده از نظر و نگاه چشم وسیله صنعتگران است. آنان با آگاهی به این واقعیت محصول خود را به طرزی که چشم بیننده معینی را خیره و او را به خرید وادارد، کالا را طرح و برایش تبلیغ می کنند. اکنون دانش تسلط بر مغزها توسط دستگاه‌های مدرن فناوری ی تبلیغات بسیار پیشرفته. انسان بدون درک پیروی از دیگران و انجام هدفهای سوء استفاده گران را خارج از اراده انجام می دهد. هر روز مدلی را به عنوان تجدید به بازار می ریزند و با تبلیغ پیش از تر و هنگام عرض زکالا خریدار معینی را هدف قرار داده و جیبش را خالی می کنند. دو گروه بالاترین مصرف کننده کالا مشخص شدند. در درجه اول خانم ها و بعد کودکان. خانم ها در حال غیبت مغز دنبال مد روز می روند. یک لحظه هم فکر نمی کنند اگر آن کالای قبلی و یا مد بزک و یا گیسوان خوب بود و آنقدر به آن علاقه داشتن، چرا باید به بعدی هم به همان اندازه علاقمند شوند؟ چطور شده مردم که خواهان امتیاز یافتن شخصی هستند همه مد روز را می پسندند و خود را به یک شکل در می آورند؟ چرا ظاهرسازی در اجتماع انسانی امروز اینقدر مهم شده؟ دید مردم به ظاهر ما چه تأثیر و یا تغییری بر شخصیت ما می گذارد؟ هنگام پیروی از این ظاهرسازی ها
مغز توقف کرده و همرنگ جماعت یا گروه می شود. وقتی چشم افسون شد با تحریک احساسات مغز از اندیشیدن باز می ایستد. زشتی ها زیبا و یا برعکس تغییر می کنند. این حقیقت ها را کمتر کسی مشغولیت فکر کردن قرار می دهد. این همراهی با جریان موج همه ما را بره دیگران نموده است. طراحان لباس و کیف و وسایل دیگر در عرض مدتی کوتاه ثروتمند می شوند. کالایی که مبلغ کمی برای ساختش مصرف شده صدها برابر به فروش می رسد به نام براند و فقط تظاهر و بدون وجود هر گونه پایه عقلی گران به مشتری غالب می شوند. وقتی براند باشد باید مانند تمام معیارهای سلطه‌گران خوب و زیبا و سودمند تشخیص داده شود و اعتراضی نکرده و به عیبش بخوانیم و آن را خواهان باشیم. در غیر این صورت نافهم و عقب افتاده و دور از مد روز و تمدن شناخته می شویم. ممکن است بعضی ها این تغییر را دلزدگی و یا سیر شدن از قبلی بدانند. این احساس و یا تغییر باز هم توسط سودجویان به مغزها می رود و اصل سنجش شمرده نمی شود که تصور کنند تجدید برتری است. خانم ها برای فرزندانشان هر چیزی را می خرند بدون اینکه بیندیشند آیا به آن نیاز هست یا به دردشان می خورد. تعداد کمی از زنان و بعد پدران هستند که آماده اند با اندیشیدن و بررسی آینده بهترین وسیله آموزش و فراگیری را برای فرزندان فراهم کنند. نارسایی و یا تظاهر به پیروی از مد در خانواده های متمول و مقتدر به خوبی و بیشتر دیده می شود. در برابرش نیازمندان که خواهان بهتر شدن وضع خویش هستند تنها راه را در تحصیل فرزند تکاپو می بینند و آنها را به سوی دانش و فراگیری می فرستند. نتیجه این دو روش شکاف در اجتماع است که با گذر روز و شب طبقه پایین بالا آمده و با پیروی از موج اجتماعی اشتباه طبقه بالایی قبلی را تکرار می کند و به این ترتیب تغییر طبقه های اجتماعی و بالا آمدن یکی و پایین رفتن دیگری در اجتماع بشری ادامه می یابد. در دانش اجتماع آن را شروق و افول می نامند. برنید و در احوال و اوضاع و سرنوشت شاهزاده های سلطنت های پیشین ایران و دنیا پژوهشی انجام دهید. کجا هستند؟ به چه کاری مشغولند؟ چه به سرشان آمد؟ پوز دادن و گذشته افتخار آمیز نیاکان به چه دردشان خورد؟ طبقه پایین به هدف بالا آمدن مبارزه می کند، اما طبقه بالا جهت آسایش خود با تأسیس قانون و سندهای اجتماعی و دینی و اصول برای اربابی کردن و ادامهش همه چیز را در اختیار می گیرد. در این حال بدون دانش و یا عبرت از گذشتگان سیستم و معیارهای اجتماعی تأسیس و ایجاد می کند که سرنگونیش را فراهم می سازد. وقتی با تغییر موج‌های اجتماعی و اقتصادی بالا و پایین رفتن طبقه‌ها امکان نداشت و گروهی به مدت زیادی به سواری از گرده‌ها ادامه دادند، آنگاه انقلاب، بریدن گردن‌ها و خونریزی اتفاق می‌افتد. این وضع بارها تکرار شده و خواهد شد. یکی از موجباتش همین دو چشم هستند که خود را نبینند. انسان آینه ساخت که دو چشم خود را ببیند، اما به علت ذخیره‌های مغزی هنگام نگاه به آینه خود و چشمان را آنطور می‌بیند که می‌خواهد و مایل می‌باشد و نه آنچه واقعیت است. هرچه که مرفه‌تر و متنفس‌تر باشد از دانستن حقیقت به هر شکلش دوری می‌جوید و خواهان زحمت کشیدن و اعتراف به واقعیت نیست. اولین گام فریب دادن خیش عدم اعتراف به کمبودها، زشتیها و بدیهای خود است. اگر با نگاه دیدن همه چیز به صورتی کامل در توان انسان بود، بدانید و مطمئن باشید حتما تا حال آدم شده بود. برای شما چشمان زیبا آرزو می کنم که حقیقت بین باشد، درست تشخیص دهد. امیدوارم
بتوانید خود را همانطور که هستید ببینید و به سوی بهترین ها با اندیشه گام بردارید. شاد و تندرست باشید. بسیار ممنون از دوستمون درباره گفته‌های ایشون که تاکنون 14 قسمتش رو در 14 هفته گذشته، یعنی 13 هفته گذشته و امروز پخش کردیم. میتونید نظرات خودتون رو روی فیسبوک بنویسید یا با ایمیل برای من بفرستید، برای ایشون میفرستم و صحبت‌های جالبی میکنه. مثلا توی بحث امروز اون موضوعی که من همیشه به دوستان میگم قبل از اینکه به من تماس بگیرید و بگید که آقای سوربی برنامه امروز قطعه، اینترنت خودتون رو نگاه کنید، به یه دوست دیگه تماس بگیرید، به خواهری برادری ببینید توی کشور دیگه چجوریه. اینها خوبه دیگه، وقتی افرادی بیان اینجوری توضیح بدن آدم احساس میکنه که تنها نیست. توی صحبتهای ایشون چندین بار به بره و برهوار دنبال کردن دیگران اشاره کردن. خود ایشون یک فیلمی برای من فرستاده که وقتی ما میگیم بره، باز این یک بی احترامی نباشه یا توهینی نباشه به این حیوانات، و اینها خیلی هم باهوش هستن. مثلا توی اون فیلم نشون میده که چگونه بچه های بره رو چی میگی میدونن و مادرای خودشون رو بین این همه بره با بویدن پیدا میکنن. این فیلم رو گذاشتم بهتون نشون میدم. در صورت از دوستمون ممنونم. ضمناً امروز من میخوام درباره ماجرایی که شنبه، میدونید که الان چند سال من با آقای سفر دادور آشنا هستم، چندین بار ایشون در برنامه های ما بوده و آقای دادور به دلیل اینکه از دسفول و خوزستان هست و توی اون منطقه سالها به هر دلیلی این نابینایی و کمبینایی به اصطلاح شیوع داشته، ایشون تصمیم گرفته که همیشه خودش میگه قدم کوچکی ولی من فکر میکنم که خیلی هم کار بزرگی داره انجام میده. شنبه من رفتم و یکی دیگه از دوستانی هم که از کتابخونه واشنگتن میاد همکاری میکنه آمدن اونجا و برنامه ای رو، خیلی برنامه جالبیه، روی به اصطلاح مایکروسافت این رو دیولپ کرده برای افراد نابینا که با تلفن هاشون میتونن مثلا عکس یه نفر رو که میبینن بزنن ببینن این کسی که دارن باهاش صحبت میکنن یا میبینن چند سالشه. و من روی خودم امتحان کردم، دیدم که گفت 61 سال و دقیقا درست گفت. بعد وقتی که بار دوم خواستم امتحان کنم یک لبخند زدم، سن من رو گفت 60 سال. نشون میده که اگه لبخند بزنیم شاد باشیم سنمون جوانتر میشه و حالا دیگه اگه رنگ مو بزنی و اینها که بمانه. درستا برگردیم به این موضوع کمک سفر دادور که همیشه میگه من به کسی کمک نمی کنم، به خودم کمک میکنم. منظورش اینه که انسان بهتری شده، انسان بهتری باشه. و این آقا روزی 14-15 ساعت 18 ساعت بعض وقتا کار میکنه، کارش هم خیلی کار مشکلیه توی این منطقه توی مترو اینها، ولی اجازه نمیده که این کار معمولیش جلوی کارهای داوطلبانه و کمکهاشو بگیره. بارها از ما خواسته که اگر کسانی میرن ایران، من میدونم الان کسی به کسی اطمینان نمیکنه، اگه یکی گفت آقا یک کتاب ببر، طرف میگه نکنه تو این کتاب ممنوع باشه اینا، ولی وسایلی که اینا میفرستن به ایران برای کمک به افراد نابینا، مثلا یکیش هست مثل ماشین تایپ هست یا ماشین تحریر میگفتیم تو ایران، فقط این افراد نابینا وقتی از این استفاده میکنن برای اونها به زبان بریل مینویسه. این زبان بریل دیگه فارسی یا انگلیسی نداره، یعنی اون نابینای ایرانی مثلا اگر الف 3 تا نقطه هست، برای نابینای آمریکایی هم احتمالا همین هست. و اینها در اصل ایشون احتیاج داره یک کسایی که میخوان برن ایران، مخصوصا افرادی که تنها هستن، یک کیف با خودشون میبرن، کیف دومتون رو شما کمک کنید به نابینایم. میگه نمیخوام پول به من بدید نه چیزی، من میارم حتی این وسایل تو فرودگاه بهتون میدم، شما نگاه کنید ببینید که این ماشینه و میبری اونجا میگه آقا این آوردیم برای کمک به نابینایان مدرسه نابینا. سفر خیلی کار انجام میده. همین منزلی که خودش توش داره زندگی میکنه آمده یه باغچه‌ای درست کرده، درخت‌های مختلف زده، این درخت زردالو، اون درخت گیلاس، این درخت نمیدونم اون برای بامیه است، اون چیز، و اینا رو بچه های مدرسه وقتی میان یه سنسور
دم در تشخیص میده که یه نفر رد شد و بر اساس قدم هایی که این میزنه به اینجا که میرسه، اینو تو موزه ها هم حتما دیدید، ولی موزه ها شما باید یه چیزی رو کرایه کنید روی گوشی روی گوش خودتون بذارید و وقت مثلا میرسید به تابلو 25 براتون توضیح میده که این تابلو 25 مونالیزا هست چنین و چنان، که من هیچ وقت از این مونالیزام چیزی نفهمیدم و تعجب من اینه که چجوری یه دفعه یه تابلوی معروف میشه. این دوست ما پیام خیلی طرفدار پیکاسو هست، حتی کارهای پیکاسو هم من نفهمیدم، مثلا اون تابلو فریادش و اینا، والا ما بچگی نقاشیم بهتر از این بود، ولی خب حالا دیگه اینا چجوری یه دفعه توی زمانی میفتن توی برنامه معروف میشن. اینها همین چند روز پیش هم میگفت که حدود 100 میلیون دلار کارهای پیکاسو دست یه نفر بوده که کمکش میکرده و خانواده پیکاسو شکایت کردن، اینو پس گرفتن و اون بنده خدا رو هم 2 سال میخوان بندازن زندان بمانه. برگردیم به ماجرای سفر کمک به نابینایان. همین چند دقیقه پیش برای من نوشته که آقای سوربی فعلا تا مردم مسافرت میرن، همین چند روز تعطیلات است که مردم از شدت بیکاری شاید کمک کنن و چون به سفر مسافرت میرن و اینها کمک کنن. اگر شما مسافرتی میخواین برین، به ایران میخواین برین، نه اگه این کار انجام بدید من به نوبه خودم ممنونم، سفر از شما ممنون و متشکره و مطمئنم که اونایی هم که نابینا هستن بدون اینکه شما رو ببینن از شما تشکر خواهند کرد. از طرفی یک کنفرانسی میخواد توی کشورهای عربی بذاره، دلیلی که تو کشورهای عربی متاسفانه خب حکومت ایران بعضی وقتا گیر میده به این مهمونای خارجی که میخوان بیان اونجا و از من پرسید آقای سفر که این دوستان شما که در کشورهای خلیج فارس هستن آیا کسی هست امکاناتی داشته باشه که یک سالونی رو توی هتلی 2 روز 3 روز اجاره کنه و این رو در اختیار ما بذاره. میدونید وقتی یک سالون اجاره میکنید با اون صاحب هتل شما میتونید مثلا یک قراردادی رو بندید که بگید مثلا با این 10 تا اتاق به شما بده، یعنی 10 تا 5 تا اتاق اینجوری، یا اتاقای دیگر رو که میخوان افراد بیشتری شرکت کنن با قیمتهای تخفیف بده، مثلا اگر شبی 100 دلاره بگی من به اینا میدم شبی 70 دلار، شبی 50 دلار، شبی 30 دلار. من برای این دوستمون که توی منطقه خلیج فارس هست و هم تلویزیون مردم رو کمک کرده حمایت میکنه و هم آدم خیری هست نوشتم امروز که من در برنامه در این مورد صحبت میکنم و این دوستمون اگه بتونه یک جایی رو، یه هتلی، یه چیزی تا آخر مثلا این ماه یا حتی توی ماه سپتامبر بگیره ولی کانفرم نکنه، یعنی با اونا قراردادی چیزی امضا نکنه، مثلا بگه این 3 روز رو من میتونم براتون این هتل رو بگیرم، این ساخت به اصطلاح این بالروم یا اون سالن و مثلا 3 تا اتاق مهمان من باشید، باقیش قرار تخفیف بدن. یا اگه شما خودتون صاحب هتلی هستید، من یادم یه دوستی داشتیم مایک توی انگلستان، این همیشه به من میگفت که بیا اینجا مهمون ما باش، من میگفتم نه، من هر جا برم میرم هتل، هتل مال مسافره، مسافرم مال هتل. و یه بار گفت که چه جالب چون منم هتل دارم و شما بیا هتل و اینها، که بعد دیگه متاسفانه ارتباطمون قطع شد و من هیچ وقتم دیگه باهاش در تماس نبودم، حتی انگلستانم که رفتم به اصطلاح نرفتیم با ایشون دیداری داشته باشیم. البته دوستان لطف کردن از یورک دعوت کردن که دفعه دیگه آمدی انگلستان لندن نرو، بیا یورک، چون لندن برای توریست هاست، یورک و اینها جزو انگلستانه. در اصل ممنون از شما دوستان اگه بتونید کاری انجام بدید، چه در رابطه با کمک و بردن این وسایل، چه در رابطه با تهیه یک سالونی در یکی از هتل های کشورهای خلیج فارس، حالا یا دبی یا ابوظبی یا هر جای دیگه که خودتون براتون آسان‌تر و اینا هست، و با این دوستمون سفر روی فیسبوک هم هست در تماس باشید یا با من تماس بگیرید، با ایشون در میون میذارم. به سفر گفتم یکی از اشکالات شما اینه که زود دل سرد میشه و توی این کار به قول معروف میگه گر عاشق راسخی ز مردن نه هراس. اینجا باید، یا شاید این ضرب المثل درست استفاده نکردم، اگر مهمان مایی چی باش، یعنی صبور باش و
با دوستان باید مثلا این شرکت های مثل هلال احمر، حالا من تبلیغات اونها نمیدونم، ولی صلیب سرخ و اینها یا سازمان های دفاع مثلا کمک یا حمایت حیوانات، اینا اینجوری نیست بگیم ما هفته قبل صحبت کردیم دیگه صحبت نمی کنیم. هر هفته، هر روز، هر شب برنامه رو پخش میکنن، امیدشون اینه که توی این برنامه یه نفر بیاد کمک کنه و من سعی میکنم این کار انجام بدم، ولی خود این دوستان بعضی وقتا عصبانی میشن، میگن آقا ما یه هفته گفتیم هیچ کس نیومد. میگم خب آقا هیچ کس الان نمیخواد بره ایران، چه کار کنه؟ شاید شماها بتونید با نوشتن یک ممنونم، یک متشکرم به اینا دلگرمی بدید، و اگر امکان رفتن به ایران دارید و میتونید برای اینها این وسایل رو ببرید. یه کمی سنگینه، میدونید ماشینای تایپ حتی ماشینای معمولی هم سنگینه، ولی خب شما مثلا یه دونهشو ببرید توی کیف بزرگ، یه دونهشو ببرید، باقیاش هم لباس و ایناتون بریزید، اونجور سنگین نیست، فکر کنم 15-16 پوند بیشتر نیست. در صورت این کاری هست که من میتونم انجام بدم. ای کاش من میتونستم میرفتم ایران براش دو تا چمدون میبردم. ازش پرسیدم چرا با شرکت‌های ترانسپورت و اینها، حمل و نقل و اینها، اینا رو نمیفرسی؟ گفت والله یه بار این کار کردیم، کلی هم پول دادیم، بعد رفت تو دبی، از دبی به ایران فرستادنش گرونتر بود، بعدم اونجا هم اذیت کردن. ولی وقتی با مسافر میره اینجوری گیر نمیدن که حالا این برای کیه، تا ببینن این برای نابینایان هست و اینا، احیانا روش به اصطلاح برخورد بهتری خواهند داشت. میگن که در ضمن مسئولین چند کشور عربی با ما آشنا هستند، کتابخانه واشنگتن، خیلی هم خوشحال میشوند که به آنجا برویم، که بیشتر اجرا کنندگان این سمینار ایرانی خواهند بود و من و شما و پاتریک تا ناظر برنامه و مستندساز هستیم. در اصل دوستان میگن این خیلی ایمچو یعنی این پیشنهاد تازه بود، و من همیشه به دوستان میگم وقتی یه پیشنهادی میکنید این رو بعداً باز کنید، بیشتر بسط و توسعه و به قول اینها الابریتش کنید تا دیگران هم بیان پیشنهاد بدن. و من نمیدونم، من برگزار کننده این نوع سمینارها نبودم. کاری که من میتونم انجام بدم اینه که گزارش تهیه کنم، و این کاری که ارتباط سفر دادور از ویرجینیا به دوستمون در خلیج فارس، امیدوارم این ارتباطات ما رو به هم نزدیکتر کنه، دلهامون رو مهربون کنه و از ما یک آدم بسازه و انسانهای بهتری باش. و اما ببینیم که این دوستمون پیام گذاشته چی میگه، خصوصی عمومیه، و شما هم میتونید پیام بذارید، در برنامه ها پخش میکنم. این رو در عین برنامه ایشون زنگ زده و 43 مال کجاست؟ مال هلنده. اریا کد 43 here okay you are all caller. خب یعنی چی؟ من نمیفهمم. این ماجرای گوگل وایس و اینا هم افتضاح بود، یه سرویس خوبی که به این قشنگی کار میکرد و اینا یه دفعه آمد و به اصطلاح الان میگه با چیز کار نمیکنم، با فایرفاکس کار نمیکنم، با کروم کار نمیکنه، فقط تو قسمت برابر کردم. آقای صوفی بهرامی هستم از نیویورک، زنگ زدی اگر هر موقع. دوستان عزیز، آقای بهرامی از نیویورک میخوان بازنشست بشن و میدونید که ایشون یه شرکتی داره که شرکت، نمیدونم باید بگیم شرکت سنگبری، سنگسازی، من نمیدونم واقعا اسمشو به ایرانی چی بگیم، و یه سری عکس هم برای من فرستادن. من بهشون پیشنهاد کردم بهترین کار اینه که شما خودت توی برنامه ای صحبت کنی، چون من از طرف شما صحبت کنم، مثلا یکی میگه آقا من اگه بخوام اینو بخرم یا بیام شریک باشم به من اقامتم میدن، بعد من باید بگم نمیدونم، شما وایسا من برم از آقای بهرامی سوال کنم. بهترین کار اینه که خود شما یه ویدیوی 5 دقیقه 10 دقیقه درست کنید یا توی یک مصاحبه با من صحبت کنین درباره این که این اصلا چه نوع کاری هست و به اصطلاح چجوریه. شما وقتی که این رو واگذار کردید یا فروختید، میخواین از همون فردا دیگه برید دنبال کارتون؟ یا من رفتم رستوران زعفران گریل و دیدم اون دوستان ایرانی که منتقل کردن به این دوستان افغانی، گفتن ما تا چند ماه اینجا کار میکنیم، و این توی آمریکا مرسومه به چند دلیل. یکی این که یه امروز شما نمیبندی شب مغازه رو فردا صبح من باز کنم، وقتی یکی میاد بگه آقای بهرامی چی شد؟
شما اونجا نشستی، منم نشستم، از شما یاد میگیرم این کار رو، از کی نمیدونم تیغ اره بخریم برای سنگ، از کی الماس بخریم، از کی سنگ مرمر سفید بخریم، اینا رو یاد میگیره به مرور زمان 6 ماه 8 ماه. حسن دیگهش اینه که طرف فکر نمیکنه شما بخوای این بیزینس رو بندازی و در بری بری. البته اونم یه نوع فروشه، طرف میگه آقا این شرایط منه، این کتاب منه، این مشتریای منه و من دیگه اصلا نمیخوام یه لحظه اینجا باشم. ولی اونجوری معمولا اونی که میخره چون یه ریسکیو این به اصطلاح میبینه، خب قیمت کمتری میده. اینجا شرکت های بیمه هستن، بوک آف بیزینسشون رو میفروشن، یا باب بهش میگن، بوک آف بیزینس. مثلا طرف میگه آقا من 30 سال اینجا کار کردم، مشتری های من الان دیگه خودش که هست هیچی، بچهش آورده، دامادش آورده، نمیدونم نوش آورده اینها، و مثلا من سال 200,000 دلار کمیسیون میگیرم یا سهم خودم رو از این سال 200,000 دلار رو الان به شما میدم، مثلا میزنم برای 500,000 دلار. چرا؟ چون شما 500,000 دلار که میدین، 5 سال 5 تا 200 که میگیرید میشه 1,000,000، بعد اون رفته ولی بوک آف بیزینس با شما مونده. در اصل من مطمئنم شما اگه بخواید بیزینسی را بندازین، خودتون تحقیق میکنین با اونی که میخواد به شما بفروشه، با بیزینس های دیگه مقایسه میکنید. و چرا این کار رو انجام دادیم؟ یک خانمی از ترکیه روی فیسبوک نوشته بود واحدهای مسکونی در ترکیه میفروشن. من به خاطر این شماره 905 فکر کردم ایشون توی کانادا هستن. بعد دیدم که خیلی ها سوال کردن که ما اقامت هم میتونیم بگیریم؟ ایشون گفته بود بله، وقتی اونجا خونه بخرید یا آپارتمان بخرید، بعد شما میتونید بعد از 10 سال اقامت بگیرید، تو این مدت هم بهتون اقامت میدن. ولی اینفورمیشن های یا اطلاعاتی که من میدم روش خیلی حساب نکنید، چون من نه مسئولم، نه میدونم، نه اصلا در جریان هستم، فقط دارم من راوی هستم، روایت کننده نقل قول. و از خود اینها بپرسید. ضمناً یادتون باشه توی کشورهایی به شما فقط اعیانی میفروشن، یعنی شما حتی اگه بری یه زمینی یه باقی بخری بهت میگن ما این ساختمونشو به شما فروختیم، زمین مال مردم اون کشوره. این فکر کنم توی مکزیک هم اینجوریه، تو کشورهای دیگه هم که کلا سرشون رفته، حالا یا آمریکا یا دیگران کلا سرشون گذاشتن، اینجوریه. و خیلی مواظب باشید. این هم از این. بله خیلی هم ممنون، دوستان اینجا هستن. دوستان عزیز، صفحه های فیسبوک ما رو به دیگران هم معرفی کنید. متاسفانه سوال پتیک رو یادم رفت. پتیک جان نگاه کن، این بالا نوشتم ها، ولی یادم رفت از آقای آریانپور سوال کنم که آقای پتیک این پرسش رو پرسیده. برای آقای آریانپور با ایمیل میفرستم که داد در برنامه بعدی یا روی فیسبوک به شما جواب بدن یا با ایمیل. نوشتن که آقای آریانپور لطف کنید در مورد خوب و بد بودن مردان اجتماعی صحبت کنید. افرادی مانند امیر کبیر بهتر بود یا مصدق؟ بعد شما گفتید شعبان بهتر بود یا تیمسار متین دفتری برادرزاده مصدق؟ کدام یک خائن بودند، کدام یک خدمتکار؟ این کلمه خائن رو من بارها به دوستان هم گفتم خیلی آسون استفاده نکنید که اون معنی و مفهومش از دست بده. خائن شما میدونید حتی تو آمریکا که الان این آقای فلین رو به اصطلاح میگن، این با روسیه همکاری کرده، از ترکیه پول که گرفته گزارش نداده، چنین و چنین چنان، بعضیا میگن خائن، طرف میگه آقا این خائن نیست، این کریمیناله، یعنی مجرمه، قوانین آمریکا رو زیر پا گذاشته. معمولا خائن کسانی هستن که میرن با دشمن کمک میکنن، مخصوصا وقتی که کشور شما در جنگه. الان میدونم همتون میگید ای پس آقای مجاهدین خائنن، من اینو به شما واگذار میکنم. در هر صورت دوستان عزیز، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همینجوری که اینجا نوشتم و میتونید ببینید. و با یک دوست کلیمی از اسرائیل ممکنه صحبت داشته باشیم. قبلا هفته قبل گفتن که ایام روزه است، حالا براشون نوشتم چهارشنبه 3 بعد از ظهر، ایشون گفته 3 بعد از ظهر میشه 10 شب. گفتم بابا شما که کنار دریا هستید و باید خوشحال باشید، 10 شب تازه سر شبه، تا صبح میزنید و میخونید و میرقصید،
و اصلا ایشون گفتم من برنامه هام از 2 شروع میشه و میتونم اولین قسمتش رو با شما باشم، همینجوری که امروز با آقای آریانپور بودم. یه خبر خوب دیگه براتون دارم که آقای احمدعلی مسعود انصاری دوشنبه هفته آینده با ما خواهند بود، به احتمال زیاد از طریق فیسبوک. نه، امروز انقدر این برنامه ها زیاد شده، مثلا زوم آمده کم کم داره کاری را انجام میده که اسکایپ هم انجام میده. همین دوست من گفت اسکایپ ندارم با زوم صحبت کنیم. تیم ویور دیدم قسمت به اصطلاح اون فرستادن فایل یا کار کردن روی کامپیوتر دیگران رو داشت قبلا، الان این سرویس رو هم اضافه کرده و حقیقتا همه به این نتیجه میرسن یه روز اگر اینجا من بقالی دارم، حالا اون یکی که سبزی فروشی داشته سوپرمارکت باز کرده، وسایل روغن و نون و تخم مرغ و اینا رو هم میفروشه، خب منی هم که بقالی دارم وسایل سبزی و اینا بذارم بشم سوپرمارکت، یعنی همه دارن میشن سوپرمارکت. سوپرمارکت های تکنیکی اینجوری هست که شما میبینید اسکایپ این کارو انجام میده، این کارو انجام میده. دیدید دیگه نمونه شو، شما این فیسبوک رو نگاه کنید چگونه اومد از یه چیز ساده که فقط دوستان با هم در تماس باشن، الان شده یه امپراتوری بزرگ که همین برنامه زنده‌ای که داره پخش میشه، اینا به اصطلاح این امکانات در اختیار ما گذاشتن. ببینیم که دوستمون چی گفته. بله، facebook.com/story بهرنگ. بهرنگ جان، توی برنامه زنده من از شما خواهش میکنم درباره برنامه اگه چیزی هست بنویسید و این وبسایت ها و یوتیوب و اینا رو نگذارید اونجا. شما نوشتید درود facebook.com/story. خب من از این باید چیکار کنم؟ یعنی چی بفهمم؟ اجازه بدید من اینو پاک کنم. به تمام دوستان گفتم هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. من حتی افرادی که درباره برنامه صحبت میکنن بهشون میگم یکم بنویسید در مورد کدام قسمت. چون ما دیشب یه جایی بودن دوستمون میگه آقا برنامه شما اینقدر چیزای مختلف رو میگه که من آخر برنامه گاهی وقتا میگم ای من میخواستم راجع به چی به سربی بگم یادم رفت. گفتم آها، از قلم و کاغذ غافل نشید. چی بود؟ میگفت از مکافات عمل غافل نشو، از قلم و کاغذ غافل نشید. و اما یه چیزی خوندم نوشته که ببخشید من دیر رسیدم. خب ما چیزی نداریم که بهش ببخشیم. شما که دیر رسیدی قرار نیست تا رسیدی نظر بدی، صبر کن. به قول شیرازی ها میگی بذار برسی بخوسی. این بخوسی یعنی خیسیدن، این ماجرای حمامه. میگن وقتی آمدی نشستی فوری کیسه ننداز به جون خودت، خودتو زخمی کن. یکم که صبر بدی این گرمای حمام در بدنت به اصطلاح سلولای مرده رو آماده میکنی که شما کیسه بکشی بریزه. بذار برسی بخوسی بعدا با هم صحبت کنی. این خودباختگی در برابر قلب خیلی جالبه. تو دوره شاه هم رسید به یه جایی که ما با وجودی که فکر میکردیم خیلی جلوتر از کشورهای دیگه هستیم، در مقابل غربی های خودباختگی داشت. یه آمریکایی اگه میدیدیم و همینجوری بود دیگه، یه استوار آمریکایی میومد به عنوان مستشار توی ارتش، تیمسار ایرانی اینو میبرد خونهش، میبرد این ور اون ور، و وقتی اینو میبرد به صورت نگاه کنید من با کی دوستم. بیچاره این یک گروبانه، یه سارجنت، یک استواره، چرا اینقدر اینا رو میبری؟ بعد اینا فکر میکنی میرن بگن که ایرانی ها خیلی مهمون نوازن، میگن نه آقا یه مش آدم عقب افتاده که فکر میکردن من خدا هستم. حالا این عکس نمایندگان مجلس رو در مراسم تحریف آقای روحانی ببینین با این خانم موگرینی. من نمیدونم این خانم موگرینی مال کیه، مال اروپا چیه، رفته اونجا، چه بی آبرو بازی که این نمایندگان در آوردن بازی کردن. و امیدوارم یه روزی برسه که ما به جایی برسیم که به خودمون افتخار کنیم. من واسه نظر شما رو در مورد این مطلب بدونم که شاه یا شیخ. خب دوست عزیز بهرنگ بهرنگ چی بگم گرامی، من اینقدر کاغذ نوشتم آوردم، آقای آریانپور 3 مقاله آورده که ما مقاله رو تا یکیش تا قسمت 12 بیشتر نتونستیم بریم. این درست نیست که شما میاید حالا اینجا کلاس نیست دانشگاه نیست ولی مهمونی گذاشتن مثلا برای جشن تولد بچه‌ش.
بعد شما یه کتابی بیاری بدی به صاحبخونه، اینا فکر میکنه شما اینو آوردی برای بچهش، بعد بگی نه آقا من این کتاب داستان رو خوندم میخواستم ببینم نظر شما چیه. باز برمیگردیم به همون، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. میدونید این هر نکته مکانی دارد تو نوشتن. شما اگه نکته ها رو جابجا کنید، مثلا اعدام لازم نیست اعزامش کنید، یا اعزام لازم نیست اعدامش کنید، این نکته رو جابجا کنید، زندگی یه نفر به خطر میفته. اینو تو مخابرات ایران هم یاد ما داده بودن و توی چیزم آقای شاملو بهش اشاره میکنه، میگه متاسفانه این روزا بدون دلیل هی ویرگول و کاما و نقطه میذارن و این کار درست نیست. جمله، نقطه، سرخط، ویرگول برای مکس، اینا رو باید کمی یاد بگیریم که متاسفانه این فیسبوک و این وبسایت های به اصطلاح اجتماعی نوشتن و خوندن ماها رو هم خراب کرده. انتخابات آلمان ماه آینده در سپتامبر انجام میگه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا روسیه اونجا هم دخالت میکنه و این مشکل بزرگی که برای آمریکا درست کرده برای اونجا هم درست میکنه، یا مثل فرانسه نمیتونه کاری انجام بده؟ در صورت اینم از این، باز آقای آریانپور یک مقاله ای رو نوشته بودن که وقت نشد اصلا بهش برسیم، چرا آمریکا حاضر نیست دست از سر خاورمیانه بردارد. ببخشید اشتباهی گفتم، ایشون نوشته بود، ایشون یک مقاله ای رو از یه نفر به اصطلاح کد کرده بود روی فیسبوک یا روی ایمیل و اینا فرستاده بود و نوشته بود چرا آمریکا حاضر نیست دست از سر خاورمیانه بردارد. آقای بهرامی من اینجا ببینید نوشتم دوستی که مایل هست بازنشسته شود فروش کارخانه یا شرکت. اینا شما اگر زنگم نزده بودید من اینجا نوشتم. دوستان این نوشتن رو عوض نکنید با اینکه تو تلفنتون بزنید، با اینکه نه یادم میمونه. از امروز باور کنید من اینا رو که میندازم اونور یه کاغذ سفید میذارم برای برنامه چهارشنبه که اولش کیه آخرش چیه، با همه اینها که سعی میکنم اینقدر منظم باشم شما این همه به اصطلاح بی نظمی تو برنامه ها میبینید. ماجراهای کمک به نابینایان رو گفتم، بازم ازتون خواهش میکنم این کار رو انجام بدید، با من تماس بگیرید یا با خود سفر دادور. و امروز 7 آگوست 2017 میلادی بود برابر با 16 مرداد 1396. و اما ایشون نشده نسل جدید ایران اینطوری نیست که غربی ها رو سرتر بدونیم. آقا روز من ساختی بهرنگ، آفرین، باید اینجوری باشه. شما نمیدونید این آمریکایی، حالا ما نمیخوام بگیم همشون عقب افتاده و روانی و بیشعور هستن، ولی شما نمیدونید که یه جوان ایرانی چقدر بهتر از اینا میتونه یاد بگیره. باز نمیخوام بریم سراغ نژاد پرستی، شاید به خاطر سختی های زندگیه، شاید من و شما وقتی اومدیم اینجا دو نسلی بگذره بچه ها، وقتی الان بچه های خود ما هایی بهش بگیم مثلا این حساب کن، میگه خب ماشه حساب تو بده، نمیدونم. در هر صورت خیلی خوشحالم که شما نوشتید ما، یعنی شما جوانتر از من هستید دیگه. نه بذار ببینم اصلا شما، من عکست هم نمیدونم هست نیست، امیدوارم از این عکسای شیر و خورشید و گاو و پلنگ و اینا نگذاشته باشی و همینجوری که میگی ما دیگران را از خودمون سرتر نمیدونیم، به همین که هستی افتخار کنی، عکس خودتو بذاری، اسم خودتو بذاری، بهرنگ پیر زمان بین. پیر زمان بین، نخیر متاسفانه آقای بهرنگم همینه دیگه، سیکرتری ات ورد ارگانیزیشن فیس آمین پولیس ورکر ات فیسبوک. یعنی چی پولیس ورکر؟ یعنی شما کار پلیسی میکنید؟ ببینید دوستان این درست نیست. آقا بهرنگ عزیز برادر، شما به فیسبوک احترام نمیذاری، فیسبوکی که آمده قانون گذاشته که آقا فیس یعنی صورت، بوک یعنی کتاب، عکستو بذار، اسمتو بنویس تا دیگران پیدا کنن. شما نوشتی بهرنگ پیر زمان بین یا بین و نوشتید پرژن لایون، شیر ایرانی. اینجا هم عکس نمیدونم داریوش و کوروش و اینها رو گذاشتید و جالب اینه که امروز اگه یه نفر تو خیابون با این قیافه داریوش و کوروش ببینید به خاطر ریشش بهش فحش میدید.
یه مقداری کارمون درست نیست، سعی کنید این کارمون رو درست کنید. منم چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی خواه ملال. یک بار دیگه از پتیک عزیز عذر میخوام به خاطر اینکه وقتی آقای آریانپور میاد اینجا اینقدر موضوعات مختلفی رو ایشون داره برای گفتن که من اصلا باور کنید یادم میره کجا به کجاست. و ششدوند، شما ماجرای ششدوند رو میدونید؟ حتما بعضیا میگن ماجرای خونه و سهمیه و اینها، ولی چرا ششدوند تو آواز هست؟ چرا ششدوند میگه ششدوند؟ حواسم به اون بود. در صورت اینا همه بحث‌ها و گفتگوهایی که هست که میتونیم تلویزیون مردم داشته باشیم. تلویزیون مردم ادعای رهبریت، ادعای پیشرو بودن، ادعای رهبر جنبش بودن نکرده، ندارد. شما اگر دارید خوش آمدید، بیاین به مردم بگید، نیرو جمع کنید. و هر دیدم این آقای محمد حسینیه، حسین محمدیه که حالا اسم اون دوستمون که به سگا و اینا کمک میکنه اشتباهی نگه، سید محمد حسینی، این یه روزی کمدین که چه از کنم دلغک بوده تو همین دستگاه آخوندا، بعد بلند شده آمده آمریکا، فکر کرده الان پاش که میرسه به آمریکا، اون موقع جورج بوش بوده یا هر کی یا اوباما، میان پیش باز این، اینو میبرن تو وایت هاوس. آقا وایت هاوس یه ساختمون کهنه است که همین الان که من با شما صحبت میکنم آب لیک کرده، یعنی چکی کرده دارن درست میکنن. و در هر صورت بعد حالا اومده یه برنامه به نام ریستارت. اصلا ریستارت برای این چیزایی که شما میگی درست نیست، کلمه غلطیه. ریست بله یعنی از دوباره زدن، از دوباره شروع کردن. بعد میاد یه مزخرفایی میگه، میگه ما شکست میدیم، ما میزنیم، ما میکشیم. بعد وقتی یکی بهش بگه این ما که میگی چی هستیم، میرسیم به اون جوک شیرازی. گفت خب ما دیگه رفتیم. طرف گفت آقا ما که شما تنها هستی. گفت نه آقا، من هستم و سایم، فلانم هست و تالم، میشیم چهار نفر. آقا خجالت بکش، برو یک کاری پیدا کن، بیا این ویکندا با ما عکسی ویدیوی چیزی بگی، برو مرد حسابی، برو دنبال کار زندگی. و اما عقل بشارم اینجا گفتم، تشکر از دوستمون. و ببینم که براتون توی این قسمت چی گذاشتم. توده ما یه فولدری داریم و یه پوشهی داریم به نام توده. آهان، آقای دکتر نصر احمدی بعد از سه بار به اصطلاح چالش با آقای رضا پهلوی که بیا با هم مناظره کنیم، دیگه به این نتیجه رسید که آقا این اصلا مرد عمل نیست. آقا شما چرا متوجه نمیشید؟ شما که باید از همه بیشتر اینو بشناسید. شما رفتی باهاش کار کردی، دیدی این آقا یه ثروت باد آورده ای رو نشسته خورده تا تموم بشه. حالا شانس آورده این ثروت تموم نمیشه، چون یه افراد نادانی هستن از این ور اون ور بهش کمک میکنن. حالا شما ورش نوشتی شاهزاده گرامی جناب آقای رضا پهلوی، من نمیدونم والا این کلمه چیه، تبختر یا نمیدونم، این کلمه رو من امروز اولین باره، ولی و تکبر کبر و تظاهر و این چیزا رو میگن تکبر یا چی میگن فیسا افاده. در فلسفه پادشاهی زیبنده نیست، با اینکه از بارقه پادشاهی بی بهره هستی. اولا قربونت برم، شما اشتباه میکنی. اتفاقا در فلسفه پادشاهی اینا باید هم متکبر باشن، هم متزور باشن، هم دروغگو باشن. چرا شما بهش تعارف میکنی میگی که پادشاهی یه چیز خوبیه؟ نه آقا، پادشاهی زور قلدر بودن، همین متزور بودن و تکبر باهاش میاد. ایشون نوشته جامعه را به شمار نیاوردن، پادشاه تنها میماند که باز هم در خور و جایگاه پادشاهی نیست، اگرچه از منش پادشاهی بی بهره اید. ترس و وحشت از رویارویی شما و رایزنانتان در مناظره در جایگاه پادشاهی شایسته نیست، اگرچه هم از کیش پادشاهی به دور هستید. اینا امروز نوشتن، هفتم آگست 2017 برای ما فرستادن. آقای دکتر نصر اصفهانی، دکتر نصر احمدی ببخشید، شما دوست عزیز گفتم یه بار رفتید با ایشون، دیدید که همون چند نفری هم که طرفداراش بودن الان پیر و مرده و علیل و توی آسایشگاه ها هستن. شما این بار خودت بیا جلو، خودت بیا بیرون بگو من میخوام این کار رو انجام بده. مردم اگه شما رو قبول داشت بشن میان دنبال دا. چه چیزی شما از خمینی کمتر دارید؟ این گراس روت، این به اصطلاح جنبش های
مردمی رو شروع کنید، امیدواری موفق بشید. هی دنبال این نرید، این که به همه گفته آقا من پادشاه نیستم و ببخشید تنها مونده بگی من غلط کردم، اون قسم رو مامان جونم گفت من قسم بخورم، ولش کنید، دست از سرش برده. دبیرخانه جبهه رهایی و بازسازی ایران تقدیم میکنه. ببین شما از آقای رضا پهلوی ایراد نگی، خود شما یه برنامه مجانی رو آقای سهراب چمنارا به شما میداد که از این بلنگو بیای استفاده کنی، شما نتونستی. چرا؟ که آقای مصطفی زاده به من گفته بالای چشمت ابروه. آقا مگه شما نمیگی مردم شعور دارن؟ مردم حرف آقای مصطفی زاده رو شنیدن، حرف شما رو هم میفهمن، میشنون، میخونن، گوش میدن، اون وقت قضاوت میکنن. شما به جای اون باید میومدی میگفتی آه سوربی این آقای مصطفی زاده اینجا که اینو گفته ایشون اشتباه میکنه، مردم درستش اینه، نه اینکه من قهر میکنم نمیایم. خب آقا از روزی که شما نیومدی من اینجا از گرسنگی مردم، آقای سهراب چمنارا از گرسنگی مرد، حقوقی که ما میدادید قطع شده. اون بنده خدا که خیلی قشنگ ویدیوهاشو درست میکنه برای ما هم میفرسه، خداییش درد سر منم کمتر شده دیگه، چون هر وقت تلفن میزدم شما یه جایی بودید، مشکل بود، تلفن قطع میشد، تصویر نداشتیم اینها. این بنده خدا ویدیو رو میفرسه ما، نکنید شما به خودت ظلم کردی. یعنی شما به عنوان کسی که این همه دانش داره درباره قانون اساسی و دموکراسی اینها، نمیتونی از وسایل استفاده کنی و بهینه به قول معروف که استفاده صحیح کنی در جهت اون. حالا نمیخوایم به شما بگیم که هدف شما وسیله رو توجیه میکنه بزن آدم بکش فلان چون میخوای به هدفت برسی، ولی شما که اون هدف رو داشتی باید از همه وسایل، چه کوچک چه بزرگ، چه سخت چه آسون، استفاده میکردی تا به هدفت برسی. دوستان عزیز، همینجوری که میبینید صحبت‌های آقای آریانپور ناتمام، حتی پرسش دوستان رو هم نتونستیم بپرسیم، صحبت‌های خود من ناتمام، و میرسیم به این که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اگر تا روز چهارشنبه با این دوست ربای، من نمیدونم ربای رو به ایرانی میتونیم بگیم خاخام یا اونا فرق میکنه، گفتم تو اینا مقامات و درجه‌های بالا و پایینی دارن که من اصلا فکر میکنم همه اینها دروغه، این درج، این خاخامه، اون راه نمیدونم پریسته، اون یکی شبانه، اون یکی روزانه، اینا رو بریزیم بیرون. در اصل اگه تونستیم با ایشون صحبت میکنیم، اگه نه چهارشنبه سعی میکنم بیشتر این چیزایی که از شما برای من فرستاده شده و اینها و نقطه نظرات خودم رو با شما در میون بذارم. یک بار دیگه از اینکه با تلویزیون مردم بودید تشکر میکنم. تلویزیون مردم و برنامه سوربی با مردم رو به دیگران معرفی کنید. از آقای هوشنگ عزیز، همشهری گرامی، که اون روز ما گفتیم هر کی کمک میکنه مخصوصا دوستان کمک کنید، یادتون نره، و ایشون 75 دلار 75 سنت فرستاده بود. چرا نمیدونم، بذار براتون بگم چرا. یک دوستی دارم هر وقت میخواست یه پولی رو یه جایی بفرسه، مثلا اقرا بود 1000 دلار بفرسه، 1000 دلار رو تاریخ اون ماه، مثلا اگه امروز هفتمه، 1000 دلار رو 7 سنت میفرستم. میگفتم این چی، حالا عدد اعشاری درست کنیم؟ میگو این باعث میشه اگر ماه آینده روز دوم من 1000 دلار بفرستم، 1000 دلار رو 2 سنت یا 1000 دلار رو 2 دلار میفرستم، و این معلوم میشه همش نیست 1000 1000 1000 که من اشتباه کنم. در صورت هزاریا رو بفرستید بیاد، مهمم نیست شما اشتباه کنید، تکرار بشه. ممنونم از اینکه که دوستان عزیزی با ما بودن، و شما هم اگر بحثی، صحبتی، موضوع مهمی دارید یا موضوع جالبی دارید، ویدیویی هست، لطف کنید برای ما بفرستید، سعی میکنیم، تلاش میکنیم در برنامه پخش کنیم. این معنیش این نیست که شما هر چی بفرستی ما پخش میکنیم میگیم. حتی دیدید این فیلم بره‌ها رو که این دوستمون فرستاده بود میخواستم پخش کنم، زمان نیست، و امیدوارم در برنامه‌های آینده. روز روزگار و شما عزیزان خوش.